هر نوع نظریه ای من جمله تئوری های مارکسیستی اگر به درد بخواد بخوره فایده ای داشته باشه برای ما باید یه بیانی از واقعیت باشه. در واقع مارکس اعتقاد داره اصولا شما موقعی به یه تئوری دستیابی پیدا میکنی که در واقعیت شکل گرفته باشه. بنابراین تئوری به اصطلاح امپریالیستی هم تئوری مارکسیستی امپریالیسم هم یه واقعیتی رو میخواد بیان کنه، اونم واقعیتی است که میشه گفت با جنگ جهانی اول برجسته میشه تو دنیا و این تئوری میخواد این واقعیت رو توضیح بده چرا این جنگ صورت گرفت. و تئوری به اصطلاح مارکسیستی کلاسیک امپریالیستی به اسم لنین معروف شده در جزوه‌ای که به نام امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری نوشته، در واقع جمع‌بندی از این تئوری مارکسیستی داده. البته خود لنین تنها کسی نیست که در تدوین این تئوری نقش داشته یا حتی نقش اساسی داشته. قبل از اون چند نفر دیگه از مارکسیستان راجع به مسئله بسیار صحبت کردن. اولیش هیلفردینگ، دومیش روزا لوکسانبورگ، سومیش بوخارین، چهارمیش تروسکیه. لنین اومده به اصطلاح این مجموعه بحثایی رو که شده در این جزوه به اصطلاح فرموله کرد و به زبانی که بتونه از نظر سیاسی اون موقع کارآمد داشته باشه برای بولشویک‌ها به اصطلاح بیان کرد. درنچه ما تئوری کلاسیک امپریالیسم رو در واقع تئوری لنینیستی میدونیم. البته خود این مارکسیستا، این 4-5 تایی که اسم بردم، خودشون تحت تأثیر بحثای درون اقتصاد سیاسی بورژوایی به این نتایج میرسن، چون این بحث امپریالیسم قبل از اینکه بین مارکسیستا را بیفته تو خود بورژوازی را افتاده در پارلمان انگلیس و یک کسی به اسم هابسون اون موقع اصلا یه 1902 یه کتابی می‌نویسه تحت این نام امپریالیسم. اون موقع به اصطلاح مشاجره‌ای بوده در پارلمان انگلیس بین دو جناح بورژوایی. یه جناح معتقد بوده به اینکه باید برن کشورهای دنیای دیگر بگیرن، سرمایه‌هاشون اونجا حمایت کنن ازش. یه عده معتقد بودن نه این فایده نداره، این خرجش بیشتر از سودشه، این به اصطلاح تو خود همین کشورهای متروپول سرمایه گذاری کنیم. در حال که این بحثا هابسون میاد مرحله سرمایه داری رو که منجر میشه به این به اصطلاح کشورگشایی ببینید دلایلش چیه. دانش این تحقیقات و این تحلیل هایی که هابسون میکنه، بعد هیلفردینگ ازش خیلی بهره میبره، بوخارین ازش خیلی بهره میبره و لنین هم که حتی تو جزواش اصلا بهش اشاره میکنه، با تعریف بهش اشاره میکنه. خیلی حتی میگم تئوری هابسون لنین امپریالیسم، در صورتی خب این به نظر من اونطور صحیح نیست. یعنی حالا بعد دارم توی توضیحش روشن‌تر میشه، تئوری لنین به نظر من اونقدر نزدیک نیست به هابسون که هیلفردینگ و بوخارین هست. لنین یه ویژگی‌هایی داره تو تحلیلش که اضافه کرده به این. ولی خب ما بخوایم بررسی کنیم این تئوری رو فقط نمیتونیم به جزوه لنین اکتفا کنیم، باید این مجموعه رو به یه شکلی مطالعه کرد و فهمید این تئوری اون موقع چی بود. البته همونطور که گفتم این تئوری بیان یه واقعیت 100 سال پیشه، بنابراین ما حالا از لحاظ نقد این تئوری باید اولا ببینیم متد مارکسیستی نقد یه تئوری اینه دیگه. ما باید ببینیم اولا این تئوری اون واقعیتی که اون موقع میخواست توضیح بده آیا درست توضیح داده، ثانیا اون واقعیت خودش چه تغییری کرده و اون واقعیت آیا اون موقعی که این تئوری راجبش داده شده به اندازه کافی انکشاف پیدا کرده بود، به اندازه کافی توسعه پیدا کرده بود که بشه تئوری دقیقی ازش داد یا نه.
و آیا اوضاع مدرن مثلا این تحول و تغییرات ایجاد کرد که ما حالا میتونیم مفهوم بهتری از این ارائه بدیم؟ به نظر من اینطوری شده. یعنی بخوایم به دوره فعلی نگاه کنیم، اون پدیده هایی که ما تحت نام امپریالیسم میشناسیم امروزه تا بهتر میشه توضیح داد، به خاطر که واقعیت خود سرمایه‌داری جهانی یه توسعه‌ای پیدا کرد، یه انکشافی پیدا کرد که این واقعیت ها رو خیلی برجسته تر کرد. به هر حال این تئوری امپریالیستی لنین برای خود منم نقطه شروعه، یعنی بر اساس اون حالا تازه باید این نقد تئوریک رو بکنیم و یعنی تکمیل کنیم در واقع تئوری کلاسیک امپریالیستی لنین رو بر اساس واقعیت جدید و بر اساس این روش نقدی که توضیح دادم بتونیم دقیق ترش بکنیم. این به طور کلی به اصطلاح روشی است که به نظر من باید به این مبحث برخورد کرد. خود لنین البته این تئوری رو جمع‌بندی می‌کنه به شکل توی همون جزوه‌اش که جمع‌بندی کرده عناصر اساسی این تئوری رو داد. عناصر اساسی این تئوریش چی هم؟ گفتم همون عنوان کتابش، عنوان جزوه‌اش در واقع کل جوهر تئوریش رو توضیح میده. یکی این که امپریالیسم مرحله ای از سرمایه داری. این نکته اولیشه. یعنی امپریالیسم یه سیاست نیست. امپریالیسم یه پدیده تصادفی نیست. اینجوری نیست که سرمایه داری مثلا سه چهار تا راه داره این را انتخاب کنم یا آن را انتخاب کنم، اونجوری که هابسون مطرح میکرد، این که سیاست های مختلفه، آیا ما سرمایه های اضافه رو ببریم در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنیم یا در داخل سرمایه گذاری کنیم، این توگویی یه نوع انتخابی میشه کرد بین این دوتا سیاست. و میبینیم این بحثا بعدها رو جناح راست سوسیال دموکراسی هم خیلی اثر داره. اونها هم به این پدیده امپریالیسم به عنوان یه سیاست نگاه میکرد، به سیاست که خب میتونه یه چیز دیگه باشه. درست که لنین یه تاکید اساسیش اینه که نه، این یه مرحله ایست از رشد سرمایه داری و این سیاست ها اجتناب ناپذیرن در این مرحله رشد سرمایه داری. ثانیاً این مرحله رشد به جایی رسیده که در واقع سرمایه داری وارد دوران انحطاطش شد. این سرمایه داری دوران افولش رو میگذره. این مفهومی که به کار میبره لنین بالاترین مرحله، منظورش اینه بر اساس به اصطلاح ما تعریف کلاسیک که خود مارکس از وجه تولید مارکس تقریبا به سه دوره تقسیم میکنه، یه دوره پیدایش و به اصطلاح شکوفاییش، یه دوره رشد و بلوغش و یه دوره افول و اضمحلالش. منظور از بالاترین مرحله برای لنین در واقع یعنی دوره سوم، یعنی ما رسیدیم در این وجه تولید به فاز سوم. فاز اول گذشته، فاز دوم که دوره رقابت آزاد باشه گذشته، ما وارد فازی شدیم که در واقع علائم افول سرمایه داری رو میشدیم. این نکته به نظر من خیلی کلیدیه تو تحلیل لنین و این رو خیلی دیگه ندارن، خیلی دیگه من جمله بخاری که به اصطلاح تحلیلش از امپریالیسم خیلی مفصل‌تر از به اصطلاح لنین هم باشه و در واقع جزو لنین یه نوع به اصطلاح جمع‌بندی‌های بوخارین رو در واقع برداشت دوباره باز می‌کرد. ولی با وجودی سر این نکته کلیدی لنینه که خیلی تاکید داره و این به نظرم اون جوهر اصلی تئوری لنین که یه مرحله ایست از سرمایه‌داری اجتناب ناپذیره و دوران افول. پنج تا شیش تا به اصطلاح از مشخصات این رو هم لنین توضیح میده. اولیش اینه که ما از نظر دوران اصلا ما مراحل سرمایه‌داری رو چجوری تعیین میکنیم؟ بر اساس به اصطلاح تراکم و تمرکز سرمایه. تراکم یعنی بزرگ شدن هر واحد تولیدی، مقدار بیشتری سرمایه رو باید به کار بندازی در یه واحد تولیدی. هرچی سرمایه داری میره جلوتر در اثر رقابت مجبوره به اصطلاح وسایل تولیدی که به کار میبره بیشتر و بیشتر بکنه برای اینکه بتونه مخارج تولید کمتر و کمتر. درش به طور کلی این گرایش در سرمایه داری هست که هر واحدی باید بزرگتر بشه. دو،
گرایش دیگه اینه که سرمایه های مختلف ممکنه تمرکز پیدا کنن در دست یه گروه مالک. یعنی مقدار سرمایه‌ای که توسط یه تعدادی به اصطلاح کنترل میشه هم بیشتر میشه، همون تعداد آدم ها کمتر میشه. مقدار بیشتری از سرمایه دست عده کمتری از آدم هست. این تراکم و تمرکز سرمایه بعد از یه دوره از رقابت آزاد به جایی میرسه که انحصارات پیدا میشه. این به اصطلاح نکته اول این تئوری امپریالیستی که ما وارد دوره انحصارات شد. دوره رقابت آزاد پایان پیدا کرده، ما وارد دوره انحصارات شد. نکته دومی که در این دوره انحصارات در واقع یه پدیده جدیدی هم رخ داده، اونم اینه که مارکس قبلا میگفت سرمایه سه بخشه: سرمایه مالی بانکی، سرمایه صنعتی، سرمایه تجاری. بحث اینه که این سرمایه حالا با هم ادغام شدن زیر عنوان سرمایه مالی، یعنی سرمایه بانکی و صنعتی و تا اندازه حتی تجاری با هم ترکیب شدن. و این سرمایه مالی که زیر کنترل بانک هاست در واقع برتری پیدا کرده به همه انواع و اقسام دیگه سرمایه. سومیش اینه که این سرمایه مالی حالا باید صادر بشه به کشورهای دیگه. صدور سرمایه در این مرحله پدیده عمده میشه در سرمایه داری، به این معنی که قبلا صدور کالاهای مصنوع رابطه عمده کشورهای سرمایه داری با بقیه جهان بود، حالا صدور سرمایه اون رابطه اصلی با بقیه جهان. به این دلیل که این صدور سرمایه کلیدی میشه، بلوک‌هایی از سرمایه‌داری شکل میگیره در سطح جهانی که میخوان دنیا رو بگیرن دستشون، با اینکه سرمایه که صادر میکنن باید حمایت کنن ازش دیگه. درنچه این گرایش پیدا میشه برای شکل‌گیری بلوک‌های بزرگ سرمایه‌داری انحصاری برای کنترل مناطق مختلف دنیا. پنجم اینه که خب دنیا نقدان همه جاش تقسیم شده، یعنی قبلا تو دوره قبلی اینا هر جایی رو گرفتن، بنابراین عملا این تلاش برای کنترل مناطق برای صدور سرمایه تبدیل میشه به جنگ برای تقسیم مجدد در واقع این مناطق در دنیا. اینا خصوصیاتی است که لنین برجسته میکنه به عنوان تئوری امپریالیستی، که خب البته اینا رو حالا بعد میتونیم بشکافیم. همونطور که گفتم تئوری امپریالیزم لنین در واقع بنیادش مباحثی است که هابسون مطرح میکنه. هابسون به یه شکلی معتقده به یه تئوری که ما تو مارکسیسم بهش میگیم آندر کانسامپشنیست تئوری، یعنی این تئوری کم بود مصرف، یعنی کم مصرفی یا کم بود تقاضا برای مصرف منظوری دید. یعنی چی؟ یعنی اینکه هابسون اینجوری توضیح میده، میگه با پیدایش انحصارات تعداد کمتری از سرمایه‌دارا هستن و سود بسیار بیشتر، چون این انحصارات سود اضافه میگیرن دیگه. انحصاری شدن یعنی اینکه شما ارزش رو از حوزه‌های غیر انحصاری منتقل میکنید تو بخش انحصاری. شما اگر برگردیم به بحث‌های مارکس در رابطه با رقابت، منظور از رقابت چیه؟ رقابت اینه که شما بتونی یک کالا رو ارزون‌تر با مخارج کمتر تولید کنی در بازار بتونی بفروشی دیگه. اگه تو بتونی حالا مثلا فرض کنیم قیمت ارزش یه چیزه یکیه، اگر قیمت این کالا مثلا شما مساوی با یه سری کالای دیگه در بازار بفروشی، اگر ارزش اون مخارج تولید اون کالاهای دیگه بیشتر باشه، یعنی ارزش از اونجا داره منتقل میشه تو این حوزه‌ای که شما با مخارج کمتر فروختی، چون با یه قیمت داری تو بازار میفروشی این جنسا. اینجوری ارزش منتقل میشه از یه حوزه به یه حوزه دیگه. درنچه پیدایش انحصارات یعنی سود اضافی، یعنی سودی بیشتر از نرخ متوسط سود.
یعنی حوزه انحصارات نرخ سود بالاتر میره تا حوزه غیر انحصاری. و این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که سرمایه زیادی پیدا بشه در دست عده کمتری از سرمایه دارا و راهی هم برای سرمایه گذاریش نیست. چون اساساً انحصارات یعنی چی؟ انحصارات یعنی اینکه در یه مرحله از رشد به اصطلاح سرمایه داری این واحدهای تولیدی در یک کالایی ممکنه سهم عمده از بازار رو بگیرن در دست خودشون. موقعی که به این مرحله میرسیم چند تا از اینا میتونن با هم به اصطلاح توافقاتی بکنن، کارتل بسازن، به اصطلاح یه نوع تبانی بکنن برای اینکه اصلا بازار رو کامل کنترل کنن. مثلا دو تا سه تا کمپانی باشه، یکی 20% داره، یکی 40% داره، یکی اینا با هم ترکیب بشن عملا بازار رو گرفتن دست خودش. شما موقع که بازار رو بگیری دست خوده بعد دیگه اضافه تولید نمی کنی چون میدونی چقدر باید تولید کنی. یعنی همین رسیدن به انحصارات خودش یه مرحله ایست از رشد سرمایه داری که با واحدهای مشخص مونوپولی و انحصارات امکان برنامه ریزی میده. یعنی برگردیم به این ایده ای که مارکس میگفت که رشد نیروهای مولده به جایی میرسه که در تضاد قرار میگیرن با مناسبات تولیدی. این مثلا یکی از نکاتش که برجسته میکنه، یعنی سرمایه داری به یه جایی میرسه که حالا میتونه به یه شکلی جلوی بحران اشباع انباشتش رو بگیره، نه کامل ولی یعنی تولید اضافه کالاهای مصنوع. چیکار میکنین؟ شما بازار رو فیکس میکنین، در چه بی خودی زیادی تولید نمیکنین، بعد اگه یه رقیبی پیدا بشه مثلا قیمت ها رو میاری پایین، کارتل با هم تبانی میکنن قیمت ها رو میارن پایین، یارو رو که برشکست کردن بعد دوباره همون قیمت های مونوپولی خودشون رو شارژ میکنن. اینجوری در نتیجه شما هی سود اضافه گرفتی، این سودا رو حالا کجا سرمایه گذاری کنی؟ این انباشت رو حالا چجوری ازش استفاده کنی؟ سرمایه گذاری محدود و محدود میشه. چرا؟ چون خیلی از این انحصارات اگه به تاریخ نگاه کنیم، این دوره‌ای که این انحصارات شکل میگیرن در ضمن دوره ایست که مثلا این واحدهای سرمایه داری تو حوزه‌های جدید وارد میشن. مثلا شما اگر یه مصنوعی رو تولید میکنی و در این انحصارات داری، حالا چون نمیخوای خود این تولید رو بیشتر بکنی میری تو اجزای این مصنوع سرمایه گذاری کن، مثلا مواد خامی که باید بیاری برای این که این مصنوع تولید کنی سرمایه رو میبری اونجا، یا روی چجوری این باید توزیع بشه در مثلا فروشگاه هاش حتی میری سرمایه گذاری میکنی. یعنی گسترش پیدا میکنه یه واحد تو حوزه های مختلف. ولی اینم بالاخره به بنبست میرسه که به تهش میرسه، باز هنوز سرمایه اضافه داری. یعنی این سرمایه اضافه رو باید چیکار کنی باش؟ اینجاست که به اصطلاح بحث هابسون مطرح میشه. بحث هابسون اینه که این به اصطلاح سرمایه اضافی، یعنی سرمایه دارا پولشون رو نگه داشتن و سرمایه گذاری نکردن، باعث میشه که به اصطلاح میزان تقاضا، میزان مصرف طبقه کارگر کم بشه. چون میزان مصرف طبقه کارگر کم میشه، بنابراین به اصطلاح این تئوری معروف شده به، گفتم under consumptionist تئوری. یعنی اگر ما میزان مصرف طبقه کارگر بالا ببریم، این انگیزه ایجاد میکنه برای سرمایه گذاری، بنابراین این بحران اینجوری حل میکنیم. این بحث هابسون این بود در واقع. میگو به جای اینکه شما حالا این سرمایه اضافه رو برداریم ببرین کشورهای دیگه در به اصطلاح مناطق زیر کنترل خودتون سرمایه گذاری کنین، تو همین کشور میشه توی مثلا زیر ساخت، تو پروژه های زیربنایی، جاده کشی، ساختمون سازی، نمیدونم آب و برق رو درست کردن، چیزهای به اصطلاح زیربنایی اگه شما سرمایه گذاری کنین، این تقاضا رو تو طبقه کارگر زیاد میکنه، دانش انگیزه برای سرمایه گذاری بیشتر میشه. تئوری هابسون این سیاست رو در مقابل سیاست مثلا امپریالیستی گذاشته بود، سیاستی میخواهی سرمایه رو صادر کنه و به اصطلاح
در کشورهای عقب افتاده و برای اینکه سرمایهش رو کنترل کنه باید اون کشورها رو هم زیر کنترل خودش بگیره. این به حساب بنیاد تئوری است که بعد هیلفردینگ میاد به این میپردازه. هابسون اینو مثلا 1902 نوشته این کتابش رو. هیلفردینگ 1905 البته کتابش فایننس کپیتال سرمایه مالی 1910 فکر کنم منتشر میشه و 1905 در واقع نوشتتش. فرصت نکرد نشد که چاپش. هیلفردینگ البته اصلا سر چیز نمیره. شما در این کتاب بخونید به معنا تئوری امپریالیسم داره اینجا بحث نمیکنه. در واقع هیلفردینگ میخواد مرحله سرمایه‌داری رو در آلمان توضیح بده. سرمایه‌داری آلمان این ویژگی‌هاش چیه؟ بر اساس این بحث‌های مونوپولی میخواد این ویژگی‌های سرمایه‌داری رو نشون بده. و بعد بر اساس بحث‌های هابسون چون که تئوری مثلا عمومی‌تری دادن از اینکه دوران سرمایه‌داری چی شد. بیشتر هدف هیلفردینگ فهم این دوره جدید بود تا تئوری امپریالیستی رو توضیح داده. هیلفردینگ به چند تا نکته اشاره که از اینا اتفاقا لنین استفاده دقیق تری میکنه تا اونای دیگه. بوخارین باز مثلا نفهمیده بعضی از این نکات یا اونطور بهش تاکید نکرده که ولی لنین کرده. حالا توضیح میدم چرا. این هیلفردینگ به یه نکته جالبی اشاره میکنه. میگه این انحصارات بریم بذاریم که چطوری پیدا شدن. انحصارات چی هم؟ علائم این انحصارات چی هم؟ و دلایل پیدایششون چه؟ جز اون مسئله کلی رشد به صدا سرمایه داری. میره روی این قضیه شرکت‌های سهامی. پیدایش شرکت‌های سهامی. یه قبل از انحصار شرکت‌های سهامی هم که مهمه. شرکت سهامی در دوره مارکس هم شکل گرفته. مارکس هم خودش تو جلد 3 چند تا اشاره داره به این شرکت‌های سهامی. به این معنا که شرکت‌های سهامی یعنی اینکه چند تا سرمایه‌دار با هم به اصطلاح پولاشون رو بذارن روی هم، درش واحد بزرگتر بسازن و برن مثلا سرمایه‌گذاری کنن. اون موقع هنوز شرکت‌های سهامی عمومی شکل نگرفته بود. یعنی سهام بتونی تو بازار بورس بفروشی زمان مارکس رو میگن. ولی این موقعی که هیلفردینگ داره صحبت میکنه شکل گرفته. شرکت‌های حتی سهامی عمومی شکل گرفته و میتونی شما یعنی سرمایه خیلی وسیع‌تری رو بسیج کنی برای یه واحد تولید. مارکس موقعی که راجع به پدیده سرمایه بسیار سهامی صحبت میکنه میگه این در واقع نوعی القای مالکیت خصوصیه در چارچوب حفظ سرمایه داری. یعنی میگه سرمایه داری به یه جایی رسیده که نیروهای مولده و رشد کردن دیگه این مالکیت خصوصی با قدرت محدودش جواب بوی نیازهای این درجه از رشد نیروهای مولده نیست. بنابراین باید سرمایه رو هم اجتماعی کنه، سرمایه رو گسترده بکنه. مطابق چون میخواد کاپیتالیسم رو حفظ بکنه این به یه شکل مسخ شده این سرمایه رو اجتماعی میکنه. این شکل شرکت‌های سهامی میگه این در واقع الغای مالکیت خصوصی تو چارچوب سرمایه داره. مارکس بارها مثلا اشاره کرده که هی به ما میگن میخواییم مالکیت خصوصی رو از بین ببریم. خود سرمایه داری مالکیت خصوصی رو از بین برده نقدن. منظورش این و این نکته کلیدی از زاویه فهم حرفی که لنین بعد میزنه، این مفهوم آخرین مرحله، این مفهوم مرحله بالای سرمایه‌داری دقیقه ریشه‌اش رو این بحث هاست. یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌داری به یه مرحله میرسه که مجبور از مناسبات تولیدی و وجه تولید بعدیش استفاده کنه برای اینکه خودش رو نجات بده. برنامه ریزی، اجتماعی کردن سرمایه، اینا مفاهیمیست که تعلق داره به دوره سوسیالیستی، به دوره رفتن به سمت جامعه سوسیالیستی. ولی نیروهای مولده یعنی اینو میطلبن. نیروهای مولده به درجه از رشد رسیده که سرمایه باید اجتماعی بشه دیگه. نمیتونی در چارچوب مالکیت خصوصی کنترلش کنی یا باید برنامه ریزی کنی. نمیتونی
هرج و مرج بازار اجازه بدی هر کاری دلش بخواد بکنه. میگه خود سرمایه‌داری به اینجا رسیده. بنابراین یعنی چی؟ یعنی مجبور از مناسبات تولیدی وجه تولید سوسیالیستی استفاده کنه برای اینکه خودش رو نجات بده. به این ما میگیم مرحله افول. موقعی که وجه تولید به جایی برسه که بخواد از مناسبات تولیدی وجه تولید بعد از خودش استفاده کنه برای اینکه خودش رو نجات بده، یعنی عمرش به پایان رسیده دیگه، عمرش داره به پایان میرسه. دانش اینجا اینو بگم که این بحث‌های به اصطلاح هیلفردینگ از این زاویه که اون بحث مارکس رو شروع کنه باز کردن و دقیق‌تر توضیح دادن، خب خیلی کلیدیه. خیلی فکر می‌کنم بحثش سر سرمایه مالیه که اسم کتابش هم از سرمایه مالی. درست که نه، اتفاقا این جنبه بحث هیلفردینگ خیلی کلیدیه در سرمایه مالی و اینا، تازه از این منتج میشه. خب حالا که شرکت های سهامی شکل گرفته یعنی چی؟ یعنی خب بانک ها میان جزء سهامداران دیگه. به هر حال بانک ها پول قرض میدن، در سود باید سهیم بشن دیگه. خب میگن آب چرا من فقط پول قرض بدم؟ خب من هم میام توی همین شرکت سهامی شرکت میکنم دیگه. داشت میگن تو هیئت مدیر و کنترل کننده این مثلا در واحد هایی که بهشون پول قرض میدن. این باعث میشه که خب مثلا فرض کنید فلان بانک گنده تو 5 تا مثلا شرکت قرض داده بهشون، رفته توی هیئت مدیرش هم نشسته، این 5 تا شرکت هم مثلا همه فرض کنید یه محصول تولید میکنن یا محصول مشابه تولید میکنن. خب رقابت بین اینا به نفع بانک نیست، برای اینکه هر کدوم از اینا ورشکست بشن پول اونه که از بین رفته. بنابراین اون خودش مشوقی میشه برای اینکه اینا با هم کارتل بسازن. یعنی خود بانک‌ها یکی از عواملی هستن که شروع میکنن این پروسه شکل‌گیری انحصارات رو در واقع تشدید کردن. یعنی انحصارات گفتیم در اثر رشد طبیعی سرمایه‌داری پیدا میشه، چون تراکم و تمرکز سرمایه به جایی میرسه که یه سری واحدها کنترل بزرگی دارن روی بازار. بنابراین اجتناب ناپذیره در سرمایه داری، ولی این پروسه رو خود بانکان که تسریع میکنن. یعنی بریم تو تاریخچه پیدایش انحصارات، این دوتا رو اصلا نمیتونی جدا کنی. یعنی سرمایه بانکی رفته حالا تو صنعت و خودش به تدریج شروع میکنه حتی این انحصارات رو وصف کردن و کارتلا رو ساختن و در واقع به یه شکلی به تدریج سرمایه بانکی غالب میشه به همه نوع سرمایه های دیگه. یعنی هیلفردینگ اینو به صورت ادغام سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی بهش اشاره میکنه، مفهوم سرمایه مالی رو. و این در واقع یه ذره فراتر از این، به این معناست که سرمایه مالی از تولید جدا میشه. با اینکه مفهوم موقعی شما میگین این دوتا به هم ادغام میشن، یعنی سرمایه مالی در واقع احتیاج به این تولید یا اون تولید یا اون تولید نداره، اون بالا شناوره، یعنی از تولید مستقل میشه، میتونه از این حوزه بره اون حوزه، از اون حوزه بره این حوزه، شناور میشه به اصطلاح سرمایه مالی. سرمایه مالی از پایگاه تولیدیش جدا میشه، بنابراین سرمایه است که هر جا میتونه بره، هر جایی شما میتونه این سرمایه رو بره و ریشه مثلا صدور سرمایه رو از این به اصطلاح نتیجه میشه گرفت. این به اصطلاح نکات به نظر من مهمی است که هیلفردینگ بهش اشاره میکنه. البته خیلی بحث های مفصل داره هیلفردینگ سر سیاست های حمایتی که حالا شما موقعی که این سرمایه مالی که حالا مستقل شده، کنترلش هم رو تولید کاملا به اصطلاح برقرار شده و در ضمن از تولیدم مستقل شده، میتونه شناور بشه، از این ور بره به اون ور، سفر کنه به کشورهای دیگه، در این شرایط خب باید حمایت کنی از این سرمایه و میره رو سیاست‌های حمایتی که تو خود کشورهای به اصطلاح امپریالیستی هست و سیاست‌های حمایتی که به معنای کنترل اون منطقه‌ای که شما سرمایه رو بردی توش. و این رو هم از دو زاویه مطرح میکنه هیلفردینگ. هم باید به اصطلاح سرمایه خودت که برد اونجا مواظبش باشی، هم این که نذاری سرمایه بومی با تو رقابت کنه اونجا. بنابراین
این گرایش هم پیدا میشه که بعد دولت‌های اونجا رو بگیری زیر کنترل، به خاطر که سرمایه خودت رو حمایت کنی، سرمایه رقیب داخلی رو جلوشو بگیر. این پدیده ایست که به اصطلاح هیلفردینگ میاد توضیح میده. نفر بعدی که خیلی سهم مهم میداره در مباحث به اصطلاح مربوط به امپریالیسم، در واقع روزا لوکسانبورگ. روزا لوکسانبورگ نوشتش به اصطلاح 1930 در میاد، ولی به نظر نمیاد اون موقع که این در آمده زیاد کسی بهش توجه کرده. در واقع 1915 که بوخارین بهش انتقاد میکنه، تازه اون موقع است که بحثش باز میشه و خود روزا هم یه جواب میده، ضد نقد، مثل یه جزوه یا ضد نقد، نقد بوخارین رو جواب میده. و در واقع توی اون ضد نقدش بیشتر تئوری خودش رو توضیح میده تا همون کتاب انباشت سرمایه‌ای که 1913 نوشته. روزا از این زاویه خاصی میاد بحث رو مطرح میکنه، از این زاویه که اون میگه یه اشکالی اصلا در تئوری تحقق ارزش مارکس است. میگه مارکس چیزی رو در نظر نگرفته توی بحثایی که کرده، اونم اینه که اون بخشی از به اصطلاح ارزش اضافه که باید بره در سرمایه گذاری، یه بخشش میره مصرف، یه بخشش میره به اصطلاح جایگزین کردن وسایل تولید قبلی، یه بخشی هم باید سرمایه گذاری مجدد بشه. میگه اون بخش سرمایه گذاری مجدد بالاخره توی کالاهای سین ارزش، این نمیتونی به کی باید فروخته بشه تا تحقق پیدا کنه. یعنی روزا از زاویه کشورهای متروپول و کشورهای عقب افتاده وارد بحث نمیشه، از زاویه حوزه‌های سرمایه‌داری و حوزه‌های غیر سرمایه‌داری وارد بحث میشه. میگه سرمایه‌داری برای اینکه بتونه این بخش از ارزشش رو تحقق بده همیشه احتیاج به حوزه‌های غیر سرمایه‌داری داره که این کالا رو بفروشه اونجا، ببره بتونه بفروشه اونجا. بنابراین سرمایه داری همیشه باید به تریتوری ها، به مناطق غیر سرمایه داری گسترش پیدا کنه، به خاطر که بتونه ارزش اضافه خودش رو تحقق بده. این مکانیزم رو در واقع میذاره برای توضیح این سیاست های امپریالیستی، این سیاست های مثلا توسعه طلبی و کشورهای دنیا رو گرفتن. و به اصطلاح این جنبه تئوریش به یه معنایی، خب به نظر من ایرادش اصلا به مارکس از بنیاد اشتباس، ایراد روزا، و یه به معنای این تئوری تئوری غلطیه، تئوریست که معروف شده به تئوری سقوط. یعنی خودش گفته دیگه، گفته سرمایه در واقع نمیتونه جهانی بشه، بخواهی ما که جهان رو که بگیره دیگه به بن‌بست رسیده، چون نمیتونه این ارزش اضافهش رو تحقق بده. یعنی چی؟ یعنی سرمایه داری موقعی که تمام این مناطق غیر سرمایه داری رو گرفت دیگه به بن‌بست رسیده، گسترش پیدا که به تمام مناطق غیر سرمایه داری. خب این بس دوتا اشکال داره. اولا این رفتن سرمایه به حوزه های غیر سرمایه داری مسئله جغرافیایی نیست، مسئله این نیست که سرمایه داری باید بره توی یک کشوری که غیر سرمایه داریست، تو خود هر کشور سرمایه داری حوزه هایی هست که هنوز وارد سرمایه داری نشدن. ما میبینیم مثلا تو همین ایران خودمون هر روز میبینی یه سری چیزهای دیگه رفته بازاری شده و کالایی شده و وارد حوزه سرمایه داری شده. شما تو تمام کشورهای سرمایه داری هنوز حوزه هایی داری غیر سرمایه داری، یعنی یه کالایی هنوز وارد حوزه سرمایه داری نشده، یه خدماتی، یه چیزهایی هنوز وارد نشده، خب سرمایه میره اونا رو هم میگیره. یعنی انباشت اولیه، یعنی شروع به صدا سرمایه گذاری در حوزه های غیر سرمایه گذاری در داخل خود کشورهای سرمایه داری هم دائم صورت میگیره. سرمایه داری دائم همه چی رو میاره توی حوزه سرمایه داری خودش در دل هر کشوری، البته به کشورهای عقب افتاده هم میبره این پول، به کشورهای ماقبل سرمایه داری هم میبره، ولی الزاما فقط احتیاج به اونا نداره که اونا اگه تموم بشه دیگه سرمایه داری تمامه. یعنی این تئوری خب از اینجا این اشکال داره.
اشکال دومش هم اینه که در واقع از نظر تئوری ارزش، تئوری ارزش رو ما بخوایم اگه بپذیریم تئوری ارزش مارکس، بر اساس تئوری ارزش مارکس، خود مارکس مثلا در همون جلد 3 یه جایی به صدا توضیح میده که تولید بازگسترده سرمایه‌داری چجوری میتونه صورت بگیره. مارکس در کاپیتال داره به صدا وجه تولید خالص سرمایه‌داری رو توضیح میده دیگه، درست؟ به صدا سیستما داره توضیح میده تا یه سرمایه‌داری مشخصی کشوری رو به اومد. در چیز توی این سیستم به صدا ناب، سیستم به صدا خالصی که مارکس در کاپیتال تدوین کرده، میگه دو بخش است. همه چی هم سرمایه داری، همه تولیدات رفته تو حوزه سرمایه، یه بخش داره کالای مصرفی تولید میکنه، یه بخش داره کالای تولیدی تولید میکنه، یعنی وسایل تولید تولید میکنه، یه بخش کالایی که تولید میکنه سرمایه دارا باید بخرن، یه بخش کالایی که تولید میکنه خب همه میخرن کالای مصرفی. میگه بر اساس تئوری ارزش حساب کرده که اگر شتاب رشد در بخش تولید وسایل تولید بیشتر از شتاب رشد در بخش تولید وسایل مصرف باشه، این سیستم میتونه خودش رو بازگسترده باز تولید کنه، یعنی هی توی مقیاس وسیع‌تر خودش رو تولید کنه. به عبارت یعنی چی؟ یعنی هر چه وسایل تولید سریع‌تر رشد کنه، یعنی راه باز کرده برای گسترش سرمایه داری و میتونه تحقق هم بده ارزشش. و به نظر من ایراد روزا وارد نیست. ایراد روزا وارده به این معنی که به یه سرمایه داری مشخص نگاه کنی، بله خب بالاخره این ارزش اضافه رو باید تحقق بدی دیگه، ولی کالار نفروشی خب ارزش اضافه رو تحقق ندادی، بنابراین همیشه مشکل سرمایه داری داره، ولی این نیست که الزاماً نیاز داره، حتما نیاز حیاتی داره به این به سر کشورهای عقب افتاده برای این گسترش. نه، میتونه در دل خودش هم اینجوری رشد. و ایراداتی که اون موقع هم در واقع به روزا گرفتن در همین چارچوب بود که نه، این تئوری شما هم در واقع یه نوع از همون تئوری آندر کانسامشنیسته، یعنی این که مثلا مصرف کم شد، دلیل امپریالیسم کمبود تقاضا برای مصرف. منتها روزا یه بحث خیلی جالب دیگه هم داره، دو تا بحث داره در واقع روزا. یکی ضرورت سرمایه است برای صدور سرمایه در کشورهایی که ما قبل سرمایه داریم، یکیش اینه که اصولا این خود انباشت اولیه چقدر مخربه و چقدر اقتصاد کشورهای عقب افتاده رو داغون میکنه. یعنی این انباشت اولیه باید به زور و دزدی و لشکرکشی و تمام این بدبختی ها و فجایعی رو که اون دوره به صدا سرمایه داری جهانی ایجاد کرده رو از این زاویه میاد توضیح میده. این پروسه انباشت اولیه که در کشورهای ما قبل سرمایه داری صورت میگیره چقدر مخربه. و این در واقع اینجا برمیگرده به یه بحثی که خود مارکس هم داره. مارکس در رابطه با رشد سرمایه داری در واقع دو تا رشد جهانی سرمایه داری دو تا بحث داره. خیلی از کسایی که راجع به مارکس به صدا از این زاویه بحث کردن یا این جنبه رو گرفتن یا اون جنبه رو گرفتن، هر دو جنبه باید در نظر بگیریم. یکی اینه که سرمایه داری خب توی قطبای بزرگ میشه، گسترش پیدا میکنه، بعد اینا همینجوری به تمام جهان گسترش پیدا میکنه، یعنی به تدریج همه جهان میشه سرمایه داری. یه مفهومش این، یعنی سرمایه داری در مقیاس جهانی گسترش پیدا میکنه، به این معنی که مثلا در رابطه با هندوستان که صحبت میکنه میگه آینده شما انگلستان، شما در همین انگلستان دارین آینده خودتونه میبینید. ولی این یه جنبشه. خیلی از کسایی که بعدها مثلا نشستن تئوری های امپریالیسم لنین رو نقد کردن، مثلا بیل وارن یکی از کساییست که اومده بعد دهه 70 دهه 80 این بحث ها رو مطرح کرد، رفته خیلی یه جانبه اینو بزرگ کرده که نه، سرمایه‌دار همجور به تدریج همه جا رشد خواهد کرد، همه جا این هم خواهد شد، این جنبه رو گرفت. و
ولی جنبه دوم هم بحث مارکس داره، اونم این که سرمایه موقعی یه جا شکل گرفته بعد میره توی جای ما قبل سرمایه داری، اقتصاد و مملکت از هم میپاشونه، یعنی اون جامعه رو از هم میپاشونه، هزاران بلا و رنج و بدبختی ایجاد میکنه تا قبل از اینکه اینجا بخواد سرمایه داری بشه. مثال هایی راجع به ایرلند میزنه مارکس که چجوری سرمایه انگلیسی در واقع جامعه ایرلند رو نابود کرده، به شکلی که حتی میگه تا ایرلند آزاد نشه پرولتاریای انگلیس آزاد نمیشه، یعنی میگه پرولتاری انگلیس میگه خود آزاد کنی اول باید از آزادی ایرلند حمایت کنی، برای اینکه در واقع این سرمایه‌داری شما با کنترلی که اونجا داره در واقع نه تنها ایرلند رو داغون کرده بلکه جلوی به اصطلاح رهایی شما رو هم گرفته، یعنی از این جنبه هم داره بحث مارکس، یعنی جنبه تخریبی رشد سرمایه‌داری تو حوزه‌های ما قبل سرمایه‌داری موقعی که سرمایه‌داری شکل گرفته. یعنی ما انباش دو جور داریم، یه انباش اولیه داریم، یه انباشت کاپیتالیستی داریم، یه انباشت سرمایه داری داریم، یه انباشت داریم تو حوزه ما قبل سرمایه داری صورت میگیره، یه انباشت داریم تو حوزه سرمایه داری صورت میگیره. از نظر تاریخی که نگاه کنیم سرمایه داری تا پیدا بشه، تا غلبه پیدا کنه مثلا در انگلستان، هلند، فرانسه غیره، یه دوره تاریخی انباشت اولیه گذشته. یعنی چی؟ یعنی وسایل تولید از دست یه عده جدا شده، اونا تبدیل شدن به کارگر آزاد، اینایی که جدا شده متمرکز شده دست یه عده، این شده کاپیتال. اینو بهش ما میگیم انباشت اول. این یه دوره تاریخی خودش که مثلا توی بحث‌های مارکس میگیم شاید 200 سال 300 سال طول کشیده تو اروپا این دوره انباشت اولی، دوره ایست که به اصطلاح سرمایه شروع کنه به تدریج شکل. بعد که سرمایه شکل میگیره خب تولید سرمایه دارانه میکنه و سودش از اونجا میگیره، ارزش اضافهش از اونجا میگیره، انباشتش از اونجا میگیره، درست؟ بنابراین موقع که دوره انباشت اولیه تموم میشه ما وارد دوره بسیار کاپیتالیسم میشه. ولی انباشت اولیه فقط یه چیز تاریخی نیست، همیشه صورت میگیره، همونطور که گفتم سرمایه داری تا یه کشور پیشرفته سرمایه داری هنوز حوزه‌ای هست که نتونسته نفوذ کنه، هنوز کالاهایی هست که وارد این نشده، وارد تولید سرمایه‌داری نشده، خدماتی که هست وارد این نشده، داشته هی دائم داری انباشت اولیه رو در دل خودش هم انجام میده. بنابراین یه شکلی که ما میتونیم گسترش سرمایه‌داری رو ازش حرف بزنیم این که رابطه این دوتا رو بفهمیم، رابطه انباشت اولیه با رابطه انباشت سرمایه‌داری. از این زاویه بحث به اصطلاح روزا این جنبه بحثش خیلی جالب، به این معنا که ما میخوایم مثلا راجع به دوران مختلف رشد سرمایه داری در جهان صحبت کنیم باید ببینیم این انباشت سرمایه دارانه روی انباشت اولیه تو کشورهای عقب افتاده چه اثری گذاشته. این دوتا با هم، این دیگه در یه حالتی که انباشت اولیه تاریخی ما قبل سرمایه داری داره صورت میگیره نیست، سرمایه داری حالا اونجا هست، این دوتا در کنار هم معنیش چیه؟ اینجاست که این بحث مارکس جالبه که اینطوری این میتونه اصلا نقش کاملا مخرب داشته باشه، یعنی اون جامعه رو اصلا به تخریب بکشونه، قحطی بیاد، نابودی بیاد، گرسنگی و بیچارگی بیاد، بخیر میزنه فابریک اجتماعی این جامعه رو نابود کرده. ممکن سرمایه اون بالا هست، این پروسه انباشت اولی هم روز اینجا صورت میگیره. اتفاقا توی دوره مدرن ما این بحث روزا خیلی جالب تر هم میشه، یعنی اگر میخوایم یه ذره اوضاع فعلی رو بفهمیم اتفاقا این بخش دوم بحث روزا خیلی مهمه، شکل تأثیر انباشت کاپیتالیستی رو انباشت اولیه در حوزه های ما قبل سرمایه داری. بنابراین ما بعد در تحلیلمون از مثلا امپریالیزم باید این رابطه رو در نظر بگیریم. ولی خب میگم روزا زیاد بحثش آنچنان مورد توجه قرار نگرفت، به خاطر اون بخش اولش تا اندازه به نظر من غلط بود و خیلی از مارکسیست‌های اون دوره هم بسیار اشتباه رو دیدن و خیلی جدیش نگرفتن حقیقتش رو بخواییم اون دوره. و این بخش دوم بحثش هم که اتفاقا مارکسیستیه کاملا و
ادامه بحثایی است که مارکس در رابطه با ایرلند کرده که اتفاق خیلی به درد ما میخوره سر مفهوم امپریالیسم. اینا همراه با اون بخش اول در واقع نادیده گرفته شد. درسته که امروز این دوره اصولا پروسه انباشت اولی تو کشورهای عقب افتاده در چارچوب وجه تولید سرمایه‌داری یکی از پدیده‌های مهمه. در همین ایران ما نگاه کنیم، همین شکلی که این انباشت اولی داره صورت میگه یکی از پدیده‌های ما، یکی از راه‌های انباشت الان این شد که بریم وسایل تولید مردم ازشون بگیریم و اون حوزه رو بیاریم وارد سرمایه‌داری کرد. خود این یک پدیده خیلی مهم میشده تو کشورهای عقب افتاده، نه فقط در ایران، در خیلی از کشورهای. برای اتفاقا ما بعد از این بحثای روزا از این استفاده رو بکنیم. ولی خب میگم متاسفانه سهم روزا اون دوره زیاد بهش توجه نشد، هرچند تو این دو دهه اخیر اتفاقا توجه به بحثای روزا دوباره راه افتاده. بخوز این بحثای سر انباشت اولیش، سر مخرب بودن ترکیب انباشت سرمایه‌داری انباشت اولیه الان خیلی بسیار بیشتر بهش توجه شد. نفر بعدی که در واقع سهم مهمی ادا میکنه در رابطه با تئوری امپریالیسم بوخارینه. بوخارین یه کتابش به اسم امپریالیسم و اقتصاد جهانی در واقع یکی از مفصل‌ترین بسیار تحلیل های سر این اوضاع جدیده که اون دوره مارکسیستا نوشتن. گفتم جزو لنین در واقع یه نوع ساده کردن بحثای بخاری، یعنی خواست اون بحثا رو جمع‌بندی کنه، خلاصه کنه، ارائه ده. خیلی از این همین نکاتی که گفتم لنین به عنوان نکات اصلی تئوریش میگه مفصلش تو کتاب بخاری بحث شده. کتاب بخاری یکی از به اصطلاح چی میگن دقیق ترین تحلیل هاست از اوضاع اون دوره و تحلیل خیلی سیستماتیکی، یه تیکر هم نگرفته، کل این مجموعه رو برداشته و بررسی کرده. نه به این معنا که حرفاش همه درستن، ولی از نظر این که یه تلاش کلیدی اون دوره است برای فهم این سرمایه داری در سطح جهانی، به نظر من کارش از هیلفردینگ و روزا و اینا خیلی به اصطلاح جالب تره. مضافاً به این که بوخارین دو تا نکته رو به اصطلاح یه نکته در واقع حالا اون جنبه‌های دیگه داره تو بحثش مطرح میکنه، اونم باز تو عنوان کتابش هست، مفهومی که هیچ اینای دیگه هنوز نفهمیده بودن، اونم مفهوم اقتصاد جهانی. به این معنی که میگه چیزی شکل گرفته به اسم اقتصاد جهانی که این اقتصاد جهانی حالا شروع کرده کنترل رو اجزاش. اگه قبلا ما فکر میکنیم اقتصاد جهانی صرفا مجموعه جبریه به سایر این اقتصادهای محلیه، حالا اقتصاد جهانی خودش تازه اقتصادهای محلی رو اینور اونور هل میده، یعنی تکون میده، یعنی ساختاری شکل گرفته در جهان به اسم اقتصاد جهانی که این به تدریج داره غالب میشه. یعنی یه بحثی که امروزه ما باید بکنیم این که شما نمیتونی توضیح بدی ایران سرمایه داریش چه خبره به خاطر اینکه مثلا آیا فلان کسک چی گفت یا بهمان کسک چی گفت، تا شما نفهمی این در چارچوب این اقتصاد جهانی چه نقشی داره. اقتصاد جهانی کنترلی که رو اقتصاد ایران داره به مراتب بیشتره تا کنترلی که سرمایه‌داری داخلی ایران روی این سرمایه داری داره. بنابراین این پدیده خیلی پدیده مهمیه به نظر من، یعنی پدیده اقتصاد جهان. البته این هم باز در خود مارکس هست، متاسفانه اینا درست نفهمیده بودن. خود مارکس حتی قبل از کاپیتا، یعنی حتی توی مثلا دوره که هیجان برومن رو نوشته و دوره که دست نوشته های فلسفی اقتصادی 1844 رو نوشته، همون دوره که تازه شروع کرده بود اقتصاد سیاسی مطالعه کردن، به این نتیجه رسیده، به این اشاره هم میکنه، میگه متأ اون مفهومش از اقتصاد جهانی بازار جهانی، مفهوم بازار جهانی رو میاره، به این معنی که نقدن یه بازار جهانی شکل گرفته که عرض و تقاضا تو این بالا و پایین بره، اشاره جمله این جمله شه میتونه امپراتوری ها رو نابود کنه. یعنی نقدن خود این بازار جهانی یه قدرتی شده که میتونه کشورها رو کنترل کنه، یک کشور رو نابود کنه،
به خاطر یه دفعه مثلا نرخ یه چیزی میره بالا، نرخ یه چیزی میره پایین توی بازار جهان. منتخب خود مارکس نمیشکافه این ساختار اقتصاد جهانی، چون هنوز پدیده‌ای نیست که واقعیت آنچنانی دقیق داشته باشه. این واقعیت به تدریج داره خودش رو انکشاف میده دیگه، بنابراین هنوز تئوریش کامل نیست، ولی خب فهمیده این نکته رو که یه چیزی به اسم اقتصاد جهانی داره شکل میگیره تحت چارچوب بازار جهان. بوخارین این رو خیلی پرورش میده که نه، ما حالا یه چیزی داریم به اسم اقتصاد جهانی و این اقتصاد جهانی باعث تقسیم کار جهانی شده، یعنی یه ساختار خاصی داده به جهان که یه سری کشورهای پیشرفته صنعتی ما داریم، اینا سرمایه صادر میکنن، مثل کشورهای عقب افتاده، این کشورهای عقب افتاده هم فقط مواد خام تولید میکنن. یعنی دنیا اینطوری شده دیگه، یه سری کالاهای مصرفی و کالاهای صنعتی تولید میکنن، یه دم مواد خام تولید میکنن. این تقسیم کار رو این اقتصاد جهانی به اصطلاح غالب کرده به دنیا. این مفهوم به نظر من جالبه در بخاری، این دوتا رو در نظر بگیریم، تو بحث‌های بعدی میشه دید ازش استفاده میشه کرد. ولی خب بخاری یه اشکالی داره هنوز. بخاری هنوز تئوریش خیلی نزدیکتر به هابسون تا به اون نتیجه گیری که لنین میکنه. مثلا بخاری هم این رو یه سیاست میدونه، امپریالیسم رو یه سیاست میدونه، یه سیاست و یه ایدئولوژی. یعنی سیاست و ایدئولوژی این راه باز میذاره، بلکه میشه یه سیاست دیگه برداشت دیگه. در صورتی که لنین نه، لنین همه تأکیدش اینه که ربط داره به این مرحله رشد و اجتناب نپذیره، یعنی نمیتونه سرمایه داری کار دیگه ای بکنه، مجبور این کار رو بکنه. اینجوریست که انتخاب داره، گزینه های مختلف داره. ولی خب بخارین این کار میکنه. هرچند خود لنین خیلی تعریف کرده از جزو بخارین و در واقع با اینکه جزو بخارین بعد از به اصطلاح امپریالیسم لنین منتشر میشه و در واقع قبل از امپریالیسم لنین نوشته شد، چون خود لنین بهش مقدمه داده و تاریخ مقدمش نشون میده که زودتر تا جزو خودش، یعنی و جزو خودش در واقع خیلی از بحث‌های بخارین استفاده کرده برای اینکه توضیح بده. ولی خب میگم این نکته تو بخاری نیست، این نکته‌ای که امپریالیسم یه مرحله از رشد سرمایه‌داری است و فقط یه سیاست نیست، این رو بخاری درست نفهمیده به نظر و لنین خیلی بهتر فهمیده. جمع بندی این بحث در واقع لنین ارائه میدم تا که گفتم، و لنین اصولا یه ویژگی خاصی که لنین داره که همیشه هر بحث تئوریکی هم که کرده مستقیما مرتبط به استراتژی انقلابیش، به فعالیت سیاسی بلشویکا و به اصطلاح انترناسیونال دوم، یعنی همه چی رو از این زاویه در واقع لنین بررسی میکنه. اصلا این جزوه امپریالیزمش در واقع پولمیک علیه کاوسکی اون موقع، چون 1914 که جنگ جهانی اول شروع میشه خیلی از احزاب سوسیال دموکراسی، اولیش حزب سوسیال دموکرات آلمان، نماینداش تو پارلمان رأی میدن به بودجه جنگی. یعنی سوسیال دموکراسی در اروپا عملاً میره هر کی پشت مثلا بورژوازی کشور خودش، حمایت از بورژوازی کشور خودش، و به یه معنایی در واقع به گفته لنین آبروی سوسیال دموکراسی میره. یعنی سوسیال دموکراسی که میخواد حالا به سوسیالیسم برسه، حالا میشه طرفدار جنگ افروزی به صدا کشورهای امپریالیستی، و این در واقع ریشه انشاب بعدی بین سوسیال دموکراسی رفورمیست و سوسیال دموکراسی انقلابی. لنین اون موقع بسیار اینجوری تعریف میکنه، بعدها میگه رفورمیست و سوسیالیسم انقلابی،
ولی اول میگفت سوسیال دموکراسی رفورمیست و سوسیال دموکراسی انقلابی. به خودشون میگفتن سوسیال دموکرات های انقلابی. و در واقع این بحث های به صدا سر امپریالیسم مقدمه ایست که کنفرانس زیمروالد بر اساسش تشکیل میشه. یعنی اینجاست که بلشویک‌ها به این نتیجه میرسن، لنین به خصوص به این نتیجه میرسه که دیگه نمیشه با اینا توی بین‌الملل موند. با این کسایی که خیانت کردن به اصطلاح به سوسیالیسم دیگه نمیشه توی بین‌الملل موند. با اینکه اون موقع هنوز اینو نمیگن، ولی مقدمات در واقع بین‌الملل سوم اینجاست که چیده میشه. یعنی شما میتونین کنفرانس زیمروالد رو بگیرین بیاین تا برسه به بین‌الملل سوم. خیلی از عناصری که در کنفرانس زیمروالد شرکت کردن در واقع همون کسایی هستن که بعدها در انشابات کمونیستا از سوسیال دموکراسی نقشای کلیدی دارن در کشورهای خودش. و اتفاقا خیلی از بحثای جالبتر سر امپریالیسم توی بحثای دوره کنگره زیمروالد شده و خیلی از نکاتی حالا تو این بحثا باز شده که جاهای دیگه چنان بهش من جنو تو این جزوه لنین بهش پرداخته نشد. از این زاویه مهمی که حالا بحث لنین یه ذره جوانب سیاسی شده نظر من بشکافیم و بریم جلو. یکیش همونطور که گفتم این نکته بسیار کلیدی بحث لنینه، اونم اینه که این فقط یه مرحله از رشد سرمایه‌داری نیست، مرحله به اصطلاح افول سرمایه‌داری هم هست. یعنی این رو خیلی ها میان مثلا از تئوری امپریالیستی لنین دفاع میکنن، این جنبه دومش رو نمیگیرن، چون لنین داره از این تئوری نتیجه میگیره فعلیت انقلاب رو. یعنی ما به یه دوره ای رسیدیم، بنابراین دوران انقلابات ما رسیدیم. البته بحثای سر به اصطلاح انقلاب جهانی خودش هی به تدریج فرموله شده، هی به تدریج به سو فرموله جدیدتر و کاملتری ازش داده خود لنین، ولی میگم ریشه بحث از اینجاست که شروع میشه، از این مفهوم دوران انحطاط. یعنی سرمایه لنین به جز اون جنبه‌ای که من گفتم سر شرکت‌های سهامی، سر جدا شدن سرمایه مالی از تولید و در واقع مستقل شدن از تولید، نکته دیگه هم بهش اضافه میکنه لنین سر به اصطلاح انگلی بودن سرمایه داری، به این معنی که سرمایه داری دیگه خودش اصلا تو تولید نقشی نداره. یعنی من سرمایه دار یه سهم دارم در این مثلا شرکت، کپون دستم دیگه، این کپون هم سنجاق میزنم، اصطلاحی است که لنین به کار میبره، سر سال میرم پولم میگیرم، هیچ نه نقشی تو تولید دارم. سرمایه داری اولیه خودش تولید نقش داشت، تولید رو گسترش بده، نیروهای مولد رو گسترش بده، یه انگیزه های دیگه نداره، این فقط سودش رو میخواد، این فقط پول سهمش رو میخواد. و یه دوره ایست که ما میبینیم به تدریج یه جنبه دیگه هم شکل میگیره از اون مفهوم دوره انحطاط مارکسیستی، اونم جدا شدن اصلا مدیریت از مالکیت. یعنی خیلی حالا این شرکت های بزرگ که مثلا مونوپولی که تشکیل شده دیگه سرمایه دارا نیست که اینا رو میچرخونن، تصمیمات رو میگیرن، اجرا میکنن، بلکه یه هیئت مدیره است، یه هیئت مدیره انتخاب میشه، برقرار میشه، اینا کنترل میکنن. این پروسه به تدریج جلو رفته، شما کمتر این تو واحدهای بزرگ خود سرمایه دار رو اونجا نشسته باشه داره کار میکنه. یعنی داده شده دست مدیریت. یعنی خود این هم یکی از علائم دوره بعدی دیگه، یعنی نقش سرمایه دار دیگه تو تولید باید مدیریت بشه، برنامه ریزی بشه، فلان بشه. این جنبه ها رو به اصطلاح لنین به نظر من خیلی بهتر از دیگران باز میکنه، این جنبه های سیاسیش. و نکاتی که اشاره میکنه به نظر من دقیق تره، به این معنا که مثلا همین فرار شده مثلا صدور سرمایه رو خیلی دقیق تر میکنه، به این معنا که سیاسی ترش میکنه، به این معنا که در دل این کشورهای پیشرفته سرمایه داری اولیگارشی های مالی شکل میگیرن. اولیگارشی های مالی به این معنا که یه گروه حالا از این به صلاح سرمایه دارای انحصاری
که در واقع زیر کنترل فایننس کپیتال هم هستن، اینا حالا خیلی راحت میتونن دولت رو بگیرن دست خودشون، عملا دولت رو تبدیل میکنن به عامل سیاست خارجی خودشون. اینایی که باید سرمایه صادر کنن حالا از دولت خودشون استفاده میکنن برای اینکه حمایت کنه از اون سرمایه‌ای که اینا فرستادن. یعنی دولت نقشش میشه در واقع کشورگشایی برای سرمایه مالی، و این نقش به صدا جنگ افروزی دول امپریالیستی رو رد میده مشخصا به اولیگارشی‌های مالی. این از لحاظ طبقاتی که تحلیل میکنه وقت جنگ طبقاتی رو خیلی دقیق‌تر میکنه و مفهوم به صدا چیز رو هم لنین میاره، مفهوم اشرافیت کارگری. یعنی حالا این اولیگارشی مالی که دولت رو تبدیل کرده به ابزار سیاست خارجی خودش و در واقع کشورگشایی رو از طریق دولتش داره انجام میده، در ضمن باجم میده به یه لایه از طبقه کارگر خودش برای که اینا رو هم حامیه به صدا این گسترش نگه داره دیگه. به اینا میگه اشرافیت کارگری. یعنی یه لایه میخواد توضیح بده چرا سوسیال دموکراسی رفت دنبال جنگ، توافق کرد با این بودجه جنگ. میگه لایه‌ای در طبقه کارگر شکل گرفته که زینفع در این به اصطلاح سودهایی که از این کشورها میاد باج میگیره، به اصطلاح از سطح دستمزدها بالاتر میگیره، به همین خاطر شده حامی این سیاست ها. یعنی مفهوم اشرافیت کارگری رو میاره به این معنا که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته یه لایه‌ای از طبقه کارگر پیدا شده که در واقع با بورژوازی ساخته و با بورژوازی خیلی به نفعش هم هست بسازه. مفهوم جالبه، مفهوم درسته، ما اینو امروز هم همیشه میبینیم، منتها شکلی که خود لنین اینو تشریح میکنه شاید یه اشتباهی. خیلی ها که مثلا بحث کردن راجبه به اون شکل ایراد گرفتن، در واقع محتوا به نظر من درسته. اونم به این معنا که لنین این لایه رو میگه بیشتر کارگرای ماهرن، میگه این کارگرهای ماهرن که تبدیل میشن به این لایه. خب این درستیست، نه از نظر آماری درسته نه از نظر مفهومی. خیلی جا کارگرهای ماهر، اتفاقا بخشای از کارگرهای ماهر رادیکالترین بخشای جنبش کارگری بودن. یه جایی بله درست این حرف لنین درسته، اینا همکار و همدست سرمایه داری جهانی شدن. مفهوم رو باید برداشت بعد ازش استفاده کرد. این شکلی که آن لنین دقیق انگشت کشی به این لایه است ممکنه اون دوره درست بوده باشه، ولی به هر حال مال اون دوره است، به این دوره ما نمیخوره. فقط میخوام اینو بگم که این مفهوم اولیگارشی مالی، اشرافیت کارگری، خب دوتا مفهوم هم که جالب و در واقع جنگ جهانی یعنی این. یعنی این دولت ها که حالا شدن ابزار دست مونوپولیا، اگر مارکس میگفت دولت یعنی کمیته اجرایی سرمایه‌داری، حالا دولت شده کمیته اجرایی انحصارات. کمیته اجرایی انحصارات حالا میره به جنگ جهانی برای اینکه این کشورها رو بگیرن که باز تقسیم کنن به سر دنیا رو. درنچه میگم خیلی تشریح میکنه سیاست اون دوره امپریالیستی رو بر اساس این تحلیل و از لازم صدا مبارزه طبقاتی توضیح میده. در ضمن مفهومی هم داره که لنین داره که نه تو بوخارین هست، نه تو هیلفردینگ هست، نه تو هابسون. اونم همونجوری که گفتم تو 5 تا توضیح که میده، چهارمیش بود شکلی کارتل های بین المللی. یعنی صرفا هم اینطوری، یعنی همون موقع لنین داره میبینه که صرفا هم اینجوری نیست که مثلا سرمایه انگلیسی رقیب با سرمایه فرانسوی، رقیب با سرمایه آلمانی. سرمایه فرانسوی انگلیسی یه جاهایی هم به هم گره خوردن، یه جاهایی مثلا سرمایه چینی و مثلا میگم سرمایه آلمانی و مثلا اتریشی و مثلا ایتالیایی هم به هم گره خوردن. یعنی کارتل های بین المللی هم شروع میکنه، یعنی زد و بند بین این انحصارات کشورهای مختلف با هم در مقیاس جهانی. این پدیده رو مثلا لنین اون موقع میبینه. این میبینه این یه پدیده است که تو دوره جهانی سازی سرمایه‌داری خیلی پدیده مهم میشده امروزه. اینو اون موقع لنین میبینه بهش صورتی و میگه، یعنی این پدیده، این که به هر حال اینطوری هم نیست که حالا خالص هر دولتی شده مدافع منافع این انحصارات خودش و افتادن به جنگ با هم دیگه. در کنار این کارتل های بین المللی هم داره شکل میگیره.
یعنی یه نوع همکاری و تبانی در سطح بین المللی نقدن داره شکل میگیره بین سرمایه دارای انحصار. این نکته هم به نظرم مهمه که ما باید در نظر بگیریم برای دوره بعدی، برای دوره فعلی. ولی خب سر اون مسائل به اصطلاح انحصارات، صدور سرمایه، سرمایه مالی، جنگ برای تقسیم دنیا، در واقع بحثایی است که دیدیم کسای دیگه هم کردن به صورت‌های دیگه. لنین در واقع جمع‌بندی اون بحثا رو داره و این بحثا شما میتونید به یه معنایی بگین بنیاد تئوریک کومینترن رو در واقع تشکیل میده. یعنی کومینترن خیلی از قطعنامه‌هایی که داده، به جز قطعنامه‌های مثلا تکنیکی سر مسائل مشخص، قطعنامه‌های استراتژیکی که داده، اوضاع انقلاب جهانی رو که اول خواسته توضیح بده، در واقع همه‌شون متکیان به همین تئوری امپریالیسم، همه‌شون به یه شکلی الهام گرفتن از این تئوری. و به همین خاطر به نظر من کومینترن رو شما نمیتونی بفهمی مگه این تئوری ها رو نفهمی، اصلا دلایل پیدایش کومینترن و شکلی که کومینترن جدا میشه و شکلی که بعد خراب میشه دقیقا بعد بر اساس این تئوری فهم. خلاصه میخوام بگم یعنی بحث لنین همونطور که اولش هم گفتم، من هنوز این بنیاد اصلی این بحث رو یعنی به نظر میپذیرم، یعنی به نظر من تئوری مارکسیستی امپریالیسم هنوز حتی امروزه بنیادش همین بحث لنین. از اینجا باید حالا بریم جلو. درست متقابل کسی که بخوایم بریم بیشتر جلو، بعد به سهم تروسکی هم اشاره کرد. سهم تروسکی اتفاقا به نظر من خیلی مهمه اینجا، از نظر این زاویه استراتژی انقلابی، از نظر این ماجرایی که دوران انحطاط و دوران انقلابات جهانی، اونم یه مفهومی است تروسکی میاره به عنوان رشد ناموزون و مرکب که رو تروسکی در واقع مطرح میکنه، که البته مال تروسکی نیستیم، هرچند تروسکی خیلی رو خوب فرموله کرده و در واقع به یه شکل تو خود مارکس باز هستی. این مقوله در واقع تو خود مارکس هست. مارکس اگه یادمون باشه در نقد فلسفه حق هگل یه جوری بحث میکنه، میگه ما در آلمان میخوایم دولت مدرن بسازیم، دولت بورژوایی بسازیم، در شرایطی که دولت مدرن در خود فرانسه، در خود انگلیس انحطاطشون نشون داده، یعنی نشون داده نقدن که این فایده ای نداره، نه برابری، نه برادری، نه همبستگیشون با این دولت ایجاد نمیشه. این دولت در واقع پشتش منافع ویژه سرمایه‌داری خوابیده، دولت مدرن، دولت مدرن. بنابراین میگه این تناقضا نقدن آشکار شده. دولت‌های بورژوایی مثلا کشورهای پیشرفته‌تر از مقایسه با آلمان، حالا ما تازه موقعی که این به ورشکستگی رسیده تازه میخواییم این رو اینجا بیاریم کپی کنیم. و میگه بنابراین ما مزایای این دولت مدرن رو نداشتیم، یعنی دوره انقلابی که آزادی میاره، انسانها رو از فودالیزم رها میکنه، اینش رو نداریم ولی بدبختیاش حالا باید داشته باشیم. به همین خاطر تز انقلاب مداومش رو مطرح میکنه دیگه، یعنی این که ما در آلمان اگه بخوایم انقلاب کنیم، این انقلاب باید ادامه پیدا کنه تا تمام طبقات حاکم از بین ببریم، هم طبقه ماقبل سرمایه‌داری رو هم طبقه سرمایه‌داری جدید، تا هر دوتا اینا رو از بین نبریم به جایی نمیرسیم. کنسپت انقلاب مداوم، مفهوم انقلاب مداوم مارکس از این ترکیب میاد، از این ترکیب یک کشور فئودالی با به صدا تلاش سرمایه‌داری از بالا برای ساختن دولت بورژوایی. این رو میگه زمینه ایست برای انقلاب مداوم. تروسکی هم همین رو برمی‌داره استفاده می‌کنه. تو خب رشد ناموزون و مرکب ولی یه ذره توضیح داد. خیلی ها اولا اشتباه میکنن با که راجب این تئوری صحبت میکنن، حتی مثلا من دیدم مقالاتی نوشته شده تیترش این است رشد ناموزون، تئوری تروسکی درباره رشد ناموزون. این درستی رشد بنا به تعریف باید ناموزون باشه، رشد که نمیدونم هم سطح هم دیگه رشد میکنه، هر پدیده ای رو شما نگاه کنی رشد میشه ناموزون. اصلا تعریف رشد یعنی این دیگه، مگه اینکه همه چی از یه نقطه همزمان با هم شروع بشن که هیچ وقت هم اینجوری نمیتونه باشه.
برای من چون رشد از جاهای مختلف صورت میگیره، خب همیشه ناموزون اصلا تعریف رشدی، بنابراین این نمیتونه کشف ترسکی باشه. رشد ناموزون مرکب یعنی چی؟ یعنی شما یه شرایط عقب افتاده رو مرکب با یه شرایط پیشرفته داری، اینا در کنار هم و صرفا هم یه جمع جبری نیست، اینه اونم هست، تأثیر اینا روی هم، یعنی که چجوری مثلا اون یکی این یکی رو بازتولید میکنه، یعنی اون ماجرای سرمایه‌داری از بالا چرا باعث میشه که اون بخش عقب افتاده اتفاق محکمتر بشه، بمونه، پا بر جا بمونه، شرایط از بین رفتنش از لحاظ تاریخی فراهم شده و به خاطر این ترکیب در واقع میمونه، حفاظت میشه ازش. به این معنا که مثلا در روسیه ما نگاه کنیم که تو بحث‌های بلشویک و ترسکی سر استراتژی انقلابی این مطرح میشه دیگه، فودالیزم، اشرافیت روسیه بیشتر از پرولتاریا میترسه، میگم معذرت میخوام، بورژوازیه مثلا دولت مثلا میخوان مدرن بسازن بورژوایی بکنن، بورژوازیه روسیه بیشتر از پرولتاریا میترسه تا از فودالا، حاضر فودالا رو نگه داره برای اینکه مبادا پرولتاریا بیاد اذیتش بکنه، خود همین باعث تقویت فودالا میشه به یه شکلی، یعنی دوره تاریخیش گذشته ولی این ترکیب نگرش میده. یعنی میخوام بگم این قانون رشد ناموزون و مرکب ترسکی رو باید اینجوری در نظر گرفت، از نظر این ترکیب و از نظر تأثیری که این دوتا روی هم دارن، چجوری همین ترکیب باعث استحکام عقب افتادگی میشه و راه رها شدن ازش هم همون تئوری انقلاب مداوم مارکس، یعنی شما مبارزه رو باید ادامه بدین تا کل این طبقات حاکم از بین برن، نمیتونی فودالیزم از بین برن، فکر کنی به جایی رسید، باید هر دوتاشون از بین ببر، که تز انقلاب مداومش رو بر این اساس بنا میکنه که خب به نظر من اون دوره اثبات شد که خیلی دقیقتر بود تا تئوریای دیگه که راجع به مثلا انقلابات اون دوره تو کشورهای ما قبل سرمایه‌داری داده میشه. این مثلا سهم ترسکی رو هم باید اینجا به اصطلاح اضافه کرد. حالا به نظر من بد نیست برگردیم سر اون بحثی که من از اول کردم، سر اصولا مفهوم تئوری و رابطش با واقعیت و اینکه چجوری یه واقعیتی تا خودش توسعه پیدا نکنه، انکشاف پیدا نکنه، تئوریش رو هم نمیتونه پیدا بشه، اون تئوری که پیدا میشه ازش ناقصه، تئوریست که باید به اصطلاح تکامل داد با واقعیت متغیر، به اصطلاح تغییراتش رو در نظر گرفت. این در مورد تئوری امپریالیسم هم ساده. چرا؟ چون اگر امپریالیسم مرحله ای از سرمایه‌داری است، خب از موقعی که لنین اینا صحبت این چیزا رو کردن تا حالا 100 سال میگذره، تنچه 100 سال این مرحله تغییر کرده، نمیتونه هنوز هم مرحله باشه، یعنی باید ببینید تغییرات در مرحله چی؟ دو، این که به هر حال اقتصاد سرمایه‌داری خیلی تغییر کرده، چون بعد از جنگ جهانی دوم درسته تز دوره انحطاط هنوز درسته ولی یه رشد عظیمی سرمایه‌داری کرده بعد از جنگ جهانی دوم که اصلا قابل مقایسه نیست با 200 سال قبلش. همینطوری که میریم جلو میبینیم سرمایه‌داری خیلی رشد تصاعدی میتونه بکنه، در به اصطلاح ممکنه 50 سال بعد، حالا نه اینو نگم چون معلوم نیست اصلا 50 سال دووم بیاره، امیدوارم دووم نیاره، ولی یعنی میخوام بگم سرمایه‌داری تو این دوره اخیر که ما نگاه کنیم هر مثلا 10 سال یه مرز 100 سال قبلش رشد کرده، رشدش خیلی شتاب هم گرفته. اتفاق همینجا یه عده زیادی اومدن ایراد گرفتن دیگه به لنین، خب لنین اشتباه میکرد دیگه، این دوره انحطاط نیست، دوره افول نیست، این بالاترین مرحله غلطه. اینجا به نظر من نکته که باید در نظر گرفت اینه که
ما موقعی که میگیم انحطاط در یه وجه تولید فرق داره، مثلا بگیم مثلا سیب چجوری ما سیب میگنده میفته از بین میره، جامعه که نمیتونه بگنده بیفته از بین بره. وجه تولید رو شما سرنگون نکنی، اگر طبقه سرمایه‌دار رو شما سرنگون نکنی، حالا از 6 میلیارد جمعیت جهان 5 میلیارد هم از گرسنگی بمیرن، ولی اون 1 میلیارد هنوز میتونه ادامه بده. یعنی اون سرمایه‌داری هنوز تا نندازیش هست در اینجاش. دو، این که سرمایه‌داری اگه بتونه طبقه کارگر رو به عقب برونه، بتونه به صدا نرخ سودش رو بالا ببره، دوباره میتونه رشد عظیم بکنه. هرچند دوره انحطاطه، یعنی نیروهای مولده به یه جایی رسیدن که در چارچوب مناسبات تولیدی سرمایه‌داری نمی‌گنجن، ولی هنوز میتونه رشد کنه، به نسبت خودش رشد کنه. برای میگه که سرمایه‌داری رشد میکنه به صدا متناقض نیست با مفهوم دوره طفیلی‌گری، با مفهوم دوران افول، با مفهوم به صدا دوران مرحله بالایی سرمایه داره. ولی خب نکته ای که هست اینه که باید این رو حالا دقیق تر بررسی کرد. این یه جنبش، یعنی ببینیم چه تغییراتی تو خود سرمایه داری ایجاد شده در این دوره بعد از بسیار بحثای مارکسیستای بسیار اوائل قرن بیستم. این یه جنبش. یه جنبه دیگرش اینه که اصولا دید ما نسبت به این تئوری باید یه تغییری بکنه. به نظر من بذارید اینجوری من بگم، مارکس موقعی که راجع به وجه تولید سرمایه داری صحبت میکنه خیلی این اشتباه میکنه، اینه که مثلا وجه تولید سرمایه داری وجه تولید سرمایه داری انگلیسه یا وجه تولید سرمایه داری مثلا فرانسه است. وجه تولید سرمایه داری اصولا یه وجه تولید جهانی، یعنی این مفهوم به نظر من باید توسعه پیدا کنه. این یه نکته است که اون تئوری امپریالیستی کلاسیک به نظر من هنوز گیجه سر این قضیه. یعنی هی میخواد نگاه کنه که سرمایه‌داری انگلیس، سرمایه‌داری فرانسه، سرمایه‌داری آمریکا اینا چی کار دارن میکنن و وجه تولید سرمایه‌داری رو مثلا کشوری کشوری داره در نظر میگیره. درست که سرمایه‌داری با اینکه خود مارکس نگفته اینجوری، این فرمول رو دقیق بیان نکرده، ولی کاپیتالی که شما بخونید کاپیتال مال یک کشور داره یه وجه تولید رو توضیح میده، نه با این تو این کشور تو اون کشور. سرمایه‌داری آره رشد میکنه همه جا، ولی وجه تولید سرمایه‌داری رو شما اساسا از اول باید جهانی بررسی کنید به نظر، از نظر تئوری. یعنی یک سری از مثلا ادبیات جدیدی که سر این موضوع هست اتفاقی نکته رو فهمیدم، به خصوص بعض دوره جهانی سازی، بعض این دوره جهانی سازی سرمایه‌داری دهه 70 دهه 80 20 سال اخیر اتفاقی این مفهوم حالا داره شکل میگیره بین مارکسیستا که اصولا به سرمایه‌داری به عنوان بچه تولید جهانی ما باید نگاه کنیم. چرا؟ چون اقتصاد جهانیه که اینجا کلیدی و مهمه. کنسپت بخاری این گفتم مطرح میکنه برای اولین بار که ما یه ساختاری داریم در سطح بین المللی به اسم اقتصاد جهان و بحث من اینه که ما اگه بخوایم درست تئوری امپریالیسم دقیقتری رو ارائه بدیم باید سرمایه‌داری رو به عنوان بچه تولید جهانی شروع کنیم بررسی کردن. یعنی چی؟ یعنی ببین خود مارکس اصلا میگه سرمایه‌داری با گسترش تجارت، حجم تجارت در دنیا یه دفعه رفت بالا، دماغ امید رو دور زدن، آمریکا رو کشف کردن، راه‌های دریایی به اصطلاح خیلی به اصطلاح عمده شد برای تجارت، این یه دفعه حجم تجارت جهانی رو چندین برابر کرد، همین این زمینه شد برای رشد مانوفاکتور و بعد هم سرمایه داری. یعنی خود سرمایه داری از اول اصلا بر اساس جهانی سازی داره رشد میکنه، حالا تو انگلستان رشد میکنه، ولی تو این اقتصاد جهانی خب تو اون نقطه ای که مناسبه براش رشد میکنه. و شما تا جهانی رو نگاه نکنی در واقع تحلیل ها از اولش اشکال پیدا میکنه. اینجوری که نگاه کنیم بعد مراحل
رشد اقتصاد جهانی رو ما بریم بررسی کنیم به نظر من، اگه بخوایم سرمایه داری رو بفهمیم. چون مثلا خود لنین فرض کنید تو جزوه امپریالیزمش اشاره میکنه که این دوره به اصطلاح امپریالیستی، دوره ای که به اصطلاح میرن کشورها رو میگیرن اینا، با اون دوره قبلی فرق داره. خب دوره قبلی می نرفتن مستعمره می گرفتن دید. مستعمرات که قرن 15 و 16 و 17 هم شکل می گیره. بنابراین خب مستعمرات چی هم؟ یعنی سرمایه‌داری از همون اولش از این کارا کرده. یعنی مال فقط صرفا دوره امپریالیسم نیست که سرمایه‌داری کشور گشا شده. یعنی گرفتن یه سری کشورها، کنترل اینا رو در دست گرفتن، از موقعی شروع میشه که به اصطلاح راه‌های دریایی عمده میشن، کشورهایی که صنایع به اصطلاح نیرو دریاییشون قوی، کشتی سازی خوب میکنن، مثلا پرتغال، اسپانیا، انگلیس، هلند که کشتی سازی توشون، تکنیک کشتی سازی توشون خیلی رشد کرده بود، اینا قدرت نظامی میشن و مستعمرات میگیرن، میرن این ور و بگه جنساشون رو بفروشن، میرن کشورها رو میگیرن. یعنی میخوام بگم حتی قبل از امپریالیزم این پدیده شکل میگیره. چرا شکل میگیره؟ به خاطر همین جهانی بودن سرمایه داره. یعنی از اول شما باید اینجوری نگاه. برای من یه بحث من اینه که اصولا ما میخوایم تئوری امپریالیستی رو بدیم، باید از اقتصاد جهانی شروع کنیم. اقتصاد جهانی مراحلش چی بودن و تو هر مرحله ای تأثیر این انباشت سرمایه‌داری رو انباشت اولیه چی بود. اینطوری که ببینیم اون وقت این اقتصاد جهانی میتونیم ببینیم چرا این ساختار رو به خودش گرفته، چرا این شکلی شده، این ناموزونی مال چیه، ریشه‌های تاریخیش اینجوری. صرفا نمیشه از دوره مثلا انحصارات شروع کرد به نظر من. بنابراین به اعتقاد من اگر بخوایم اوضاع سرمایه‌داری جهانی رو امروز بفهمیم، باید از اقتصاد جهانی شروع کنیم. یعنی باید اینجوری سرمایه‌داری رو تحلیل کنیم که ببینیم این سرمایه‌داری چجوری اقتصاد جهانی رو به تدریج دست خودش میگیره، به جایی که ببینیم به تدریج کجا توی کشور دست خودش میگیره. به نظر من اگر مارکس خودش الان میخواست بشینه راجع به این مسئله بنویسه، حتما اینطوری می‌نوشت، حتما اینجوری تحلیل میکرد که ببینیم اقتصاد جهانی ساختاری که پیدا کرده چرا اینجوری شده، به خاطر رشد سرمایه. چون موقع این واقعیت اقتصاد جهانی هنوز فقط تجارت جهانیه، زیاد مشخص نیست این واقعیت که بتونه برجسته بشه توی تحلیل مارکس. ولی امروزه به نظر من اصلا دیگه نمیشه اینجوری نگاه کرد. از لحاظ تئوریک ما بخوایم اقتصاد جهانی رو توضیح بدیم، نمیتونیم فقط از مرحله امپریالیسم شروع کنیم. باید بریم رو این که اقتصاد جهانی چجوری به تدریج سرمایه‌داری شد. اینطوری به نظر من بهتر خواهیم فهمید. حالا این رو من میخوام توضیح بدم. اینم در واقع به یه معنای تئوریست که ریشش میگم بحثای بخارینه و خود من اولین باری که دیدم این بحثا رو در واقع از مندل، ارنست مندل تو دهه 50 و 60 مثلا این بحثا رو شروع کرد، به شکلی مطرح کرد و خودش هم توی کتاب سرمایه‌داری پسینش این رو یه مقدار به اصطلاح دقیق‌تر کرد این بحثش رو. یعنی اینکه ما باید ببینیم چه جوری سرمایه‌داری در این اقتصاد جهانی شروع می‌کنه به رشد کردن و چیکار می‌کنه حالا با این اقتصاد جهانی. چون اقتصاد جهانی قبل از سرمایه‌داری هم وجود داره، چون مبادله بین کشورها وجود داره دیگه. بازار جهانی به شکلی از زمان امپراتوری هخامنشی‌ها، رومی‌ها و اینا وجود داره، چون به هر حال اصلا جهان شناخته شده یعنی جهانی که با هم مبادله میکنه دیگه. ولی تو از کجا میشناسی بقیه دنیا رو اگه باهاش مبادله نکنی؟ درش همیشه بوده، منتها به نسبت اقتصادهای محلی چیز بزرگی نبوده، نمیتونسته این کاملا تغییر بده یکیش. هرچند حتی تو دوره گذشته ما میبینیم یه تغییری که تو این اقتصاد جهانی میفته یه دفعه یه کشور هم ممکنه نابود بکنه، تو حتی دوره قبل از سرمایه داری.
ولی خب اونقدر پدیده عمده‌ای نیست که تو بگی کنترل میکنه اقتصادهای محلی رو، ولی اقتصاد جهانی همیشه وجود داشته. درست این دوره که مارکس داره صحبت میکنه که دفعه حجم تجارت جهانی میره بالا، خب باعث رشد سرمایه داری میشه، حالا تو اون جاهایی که زمینه براش مناسب تر بوده، مثل مثلا انگلستان، مثل مثلا اسپانیا، پرتغال، هلند، مثلا به عنوان چهار تا کشور اولی که اینا شروع میشه توشون به خاطر تأثیرش از این تجارت جهانی. ولی خب فقط این نیست، ولی مارکس اینجا این، چون از کنسپت اقتصاد جهانی شروع نکرده این جنبهش رو ندیده. اونم اینه که خود همین انباشت اولیه، خود انباشت اولی، گفتم انباشت اولیه دوره تاریخی ما داریم قبل از پیدایش سرمایه داری، به این معنا که به تدریج وسایل تولید از دست تولید کننده کنده میشه، تولید کننده تبدیل میشن به کارگر، سرمایه داری میادانی کارگرها رو استخدام. قبل از پیدایش این دوره رو ما میگیم دوره انباشت اولی. ولی خب انباشت اولی همیشه هم گفتیم داره اتفاق میفته، یعنی دوتا رو با هم قاطی نکنیم. حالا این دوره اولیه انباشت اولیه، شما یه ذره برین توی دقیق تر توش میبینین اصلا خود این انباشت اولیه نقدن بر اساس ایجاد نابرابری تو اقتصاد جهانی شکل میگیره. به چه معنا؟ به این معنا که قبل از رشد سرمایه داری در اروپا، قبل از اینکه، یعنی قبل از اینکه انگلیس بخواد استفاده کنه از این مزیت نیروی دریاییش به خاطر اینکه بسیار اینطور غلبه پیدا کنه به بازار جهانی، یا مثلا اسپانیا یا پرتغال یا هلند، پروسه انباشت اولیه که صورت گرفته نقدن زده دخل پروسه انباشت اولیه رو تو خیلی کشورهای دیگه آورده. یعنی جنگ های صلیبی، غارت آمریکا، غارت طلا از آمریکا، غارت نقره از هندوستان و چین، درست تحولاتی که تو این دوره قبل از رشد سرمایه داری صورت میگیره، مقدار عظیمی از این سرمایه رو که سرمایه پولی رو که داشته یعنی همین انباشت اولیه که داشته تو کشورهای دیگه شکل میگرفته، همه رو منتقل میکنه به این اروپای شمالی و غربی. و حساب میشه که حتی قرن 19 هم شما میزان سرمایه صنعتی رو تو کل اروپا که حساب کنی، معلوم رقمهاش دستم نیست، قبلا یه جایی نوشته شده، میشه بعد رفت به این اشاره کرد، ولی مقدار کل سرمایه صنعتی توی اروپا، اروپای سرمایه داری، در واقع کمتر از مقدار غارت طلا و نقره که اینا کردن توی 200 سال قبلی. یعنی اینا اینقدر غارت کردن، نه تنها این سرمایه رو دادن، تازه اضافه هم از اون دارن هنوز. یعنی خب همین یعنی چی؟ یعنی اون انباشتون کشور از بین برده دیگه، اونا این سرمایه رو دیگه ندارن که بتونه بره جلو. یعنی میخوام بگم خود رشد سرمایه‌داری تو اقتصاد جهانی از همون اولش قطبی میکنه دنیا رو، از همون اولش یه در حال میده به جلو، یه در حال میده به عقب. یعنی یه پروسه انباشت اولیه رو اونجا از بین میبره به خاطر که اینجا بتونه رشد بکنه، به خاطر حالا دلایلی که گفتم، قدرت نظامیش، شرایط به اصطلاح اقتصادیش و غیره. یعنی همین مرحله اول اقتصاد جهانی قطبی شده، یه جاها رو تخلیه کرده از امکانات انباشت سرمایه، یه جاهایی رو یه دفعه سرمایهش رو 10 برابر کرد. خب این یه جنبش. و این یعنی چی؟ این یعنی این که نابرابری در اقتصاد جهانی یا این پولاریزه شدن دنیا بین کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب افتاده تو اصلا بنیاد رشد سرمایه داریست، ربطی به دوره انحصارات نداره، از اولش اصلا سرمایه داری اینجوری رشد میکنه. دوره دومش چی میشه؟ دوره به اصطلاح رقابت آزاد. خب تو خیلی از کشورهای دیگه هم به هر حال تولیدات به اصطلاح برای بازار، تولید مصنوعات برای بازار شروع میشه دیگه، یا به هر حال تولیدات محلی وجود داره. شما موقعی که محصولات، تا حالا تجارت یه چیزی بود که صرفا یه کالای مازادتو با هم عوض میکردی، حالا تجارت اینه که یه دفعه
کالای مصنوع غربی با تولید سرمایه‌داری می‌ریزن دخل تولید کالایی رو تو تمام کشورها میاره. پارچه به قول خود مارکس، پارچه که منچستر تولید میکنن دخل تمام به صدا کتون بافی هندوستان رو میاره، چون این بدر در مقایسه با اون ارزون تر در میاد که از بین میبره اینا. یعنی پروسه پیدایش تولید کالایی رو حالا لطمه میزنه توی سیر از کشور به خاطر اینجا رشد کرده. یعنی چی؟ انباشت اولیش زده تو سرش، دوره دوم تازه اومده جلوی اون تولید کالایی رو هم که داره به تدریج شکل میگیره رو زده تو سرش. یعنی نقدن باز دوباره بیشتر به عقبش رونده تا تازه میرسیم به امپریالیسم مرحله سوم، یعنی انحصارات. یعنی دوره انحصارات نقدن این نابرابری وجود داره در دنیا. رشد سرمایه‌داری در اگر با نگاه اقتصاد جهانی بهش نگاه کنیم، بنابراین موقعی که یه جا سرمایه‌داری میشه، این یه جا سرمایه‌داری شدن به این معنا نیستش که بقیه جاها رو هیچ اثری روشون نداره، فقط میزنه بقیه جاها رو خراب هم میکنه. همون بلایی که سرمایه‌داری انگلیس و ایرلند آورد، حالا شما باید تو مقیاس جهانی بهش نگاه کنید. دوره اولی انباشت اولیه رو لطمه میزنه، دوره دوم جلو شکل‌گیری اون تولید کننده کالایی رو که خودش میتونه بشه منشأ سرمایه‌داری رو از بین میبره یا ضعیف میکنه. دوره سوم حتی بدتر هم میشه. دوره سوم اینجا دیگه اصلا شرایط کاملا عوض میشه تو اقتصاد جهانی، چون سرمایه غربی گفتیم ما که میخواد بره توی این کشورهای عقب افتاده، خب نمیتونه رقیب سرمایه‌داری داخلی داشته باشه. اولا نمیتونه تولید کنه برای داخل، چون این کشورها بازاری ندارن. خودش زده نقدن سرمایه انباشت اولیه‌اش رو از بین برده، جلو رشد تولید کالایی رو هم که گرفته، یعنی پیشه‌ورها نمیتونن تبدیل بشن حالا به مانوفاکتور یا به سرمایه دار. اینو تضعیف کرده. دور سوم حالا میره دولت‌های این کشورها رو میگیره زیر کنترلش که بزنه تو سر سرمایه داخلی، چون نمیتونه سرمایه داخلی رقیبش باشه. در ضمن نمیتونن برای بازار اینا تولید کنه، چون بازار اینا که بازاری نداره که بخواد برای اینا تولید کنه. بنابراین مجبور برای بازار خودش تولید کنه این سرمایه که صادر کرده. بازار خودش هم چی لازم داره؟ مواد خام لازم داره، چیز دیگه که لازم نداره. یعنی میخوام اینو بگم، یعنی به خاطر اینکه نرخ سود تو اون دوره تو تولید مواد خام تو کشور عقب افتاده میره بالا، خب اینا همه هجوم میبرن، سرمایه هجوم میبره تو این جاهایی که این مواد خامو دارن برای اینکه این کارو بکنه. چیکار میکنه؟ اینجا دیگه میذاره دخل بورژوازی اون کشور هم میاره. یعنی حالا اون یه ذره بورژوازی هم که شکل گرفته رو میذاره دخلش رو میاره. یعنی اینجا دوره ایست که ما مواجه میشیم با این مفهوم به اصطلاح بورژوازی ملی و بورژوازی کمپرادور، به این معنا که اون بخش از بورژوازی که او همکاری میکنه با این پروسه، خب کمپرادور دیگه. اول اونایی که مثلا جنس خارجی میفروشن همراه این جنس خارجی، حالا فرهنگ مثلا غربی رو هم به یه شکلی میارن وارد میکنن به اصطلاح با این کالا. دوره دوم که سرمایه گذاری میکنه که میاد دولت رو میگیره دست خودش و بورژوازی داخلی رو رقیب خودش میدونه، داشته سرکوبش میکنه. فقط اون بورژوازی اجازه میده که دلال خودش باشه، همکار خودش باشه. یعنی تو هر دوره ای نه تنها لطمه میزنه، بلکه این جامعه رو به عقبتر میرونه، این جامعه رو از نظر تاریخی به عقبتر میرونه. و این دوره سوم خب خیلی به اصطلاح چی میگم کلیدی میشه به این معنا، دوره امپریالیسم، دوره انحصارا، به این معنا که این بار دیگه حالا عملا شما میتونید بگید یه اقتصاد جهانی شکل گرفته که کنترل میکنه اجزایش رو. یعنی دیگه اینجوری نیستش که اقتصاد جهانی صرفا مجموعه ایست از این اقتصاد ها، همونطور که گفتم اینجا در واقع یه ساختاری ما داریم که خودش تعیین کننده تر میشه و شرایطی که در کشورهای عقب افتاده ایجاد کرده باعث یه حالتی میشه که هیچ لایه هم نیست تو این جوامه که بتونه پاسخ بده به مشکلات این جامعه، چون خود همین مداخله سرمایه خارجی از بین برده.
امکان به اصطلاح حل مشکلات رو هم از بین برده. خب این دوره به اصطلاح این مفهوم شکل میگیره که در ما دنیا همونطور که گفتم بخاری میگه یه سری تقسیم کار جهانی داریم، یه سری کشورها فقط میشن تولید کننده مواد خام، یه سری کشورها مثلا تولید کننده مصنوعات و وسایل تولید. حالا اینطوری که نگاه کنیم به اوضاع اقتصاد جهانی، فاز بعد از جنگ جهانی دوم خیلی کلیدی میشه. این چیزی که خیلی ها استفاده میکنن به عنوان رد تئوری لنین که تو گفتی دوران انحطاط، ببین چه رشد عظیمی صورت میگیره بعد از جنگ جهانی دوم. این رشد سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم به نظر من اوضاع اقتصاد جهانی رو کاملا دیگه تغییر داد. اونم چیه؟ یه پدیده جدیدی شکل میگیره، یعنی تراکم و تمرکز سرمایه به جایی میرسه که به تدریج تولید وسایل تولید میشه اون جایی که کلیدی ترین حوزه تولید سرمایه داریست. یعنی به تدریج نرخ سود افزونه بر نرخ متوسط سود دیگه تو مواد خام نیست، تو تولید مواد خام تو کشورهای عقب افتاده نیست، بلکه تو تولید وسایل تولید. چرا؟ چون تو دوره، البته این نتیجه طبیعی رشد سرمایه داری، گفتیم سرمایه داری بخاطر که بخواد توسعه پیدا کنه، فقط شکلی که میتونه توسعه پیدا کنه اینه که هی بخش وسایل تولیدش سریعتر رشد کنن تا بخش تولید وسایل مصرفش. خب این پدیده طبیعتاً یعنی میرسه به جایی که تولید تکنولوژی، تولید وسایل تولید خیلی عمده تره در سرمایه داری تا هر چیز دیگه. نرخ بالای سود تو میخوایی بری باید بری تو اون باز. البته جنگ جهانی دوم هم خیلی کمک میکنه به این باز، به این خاطر که تو دوره جنگ جهانی دوم استفاده از تکنولوژی در نظام صنایع نظامی باعث جهش تکنولوژیک میشه تو اقتصاد جهانی سرمایه داری. یعنی به یه شکلی که خیلی از این به صلاح تکنولوژی هایی که اینا زمان جنگ استفاده میکردن بعد میره تو تولید، صنایع هواپیمایی، صنایع به صلاح ارتباطات، صنایع خیلی از صنایع اتمی، خیلی از این صنایعی که ما میبینیم ریشهش در واقع جنگ جهانی دوم، تکنولوژیش تو جنگ جهانی دوم. به تدریج بعد از جنگ جهانی دوم میبینیم اون بخشی که وسایل تولید رو داره تولید میکنه، بخشی که تکنولوژیکال به صلاح اختراعات تکنولوژیک رو داره جلو میبره سودآورترین بخش سرمایه داری میشه. داشته سرمایه شروع میکنه هجوم بردن حالا به این طرف، به جایی که بره تو تولید مواد خام، چون تولید مواد خام هم به هر حال گرفتی دستت و کنترل رو گرفتی دیگه، یه جای دیگه که نمونی که حالا تو بری این کارا رو بکنی. یعنی نه که اونا از بین میره، اونا هنوز هست، کنترل اونا هنوز هم برای سرمایه داری جهانی مهمه، ولی در کنار اون حالا یه پدیده جدید شکل میگیره. اونم اینه که نرخ اضافه سود توی تکنولوژی و توی انحصار تکنولوژی. تو اگه بتونی یه تکنولوژی ایجاد کنی که انحصارش هم دست تو باشه، میتونی سود افزونه بر نرخ متوسط سود بگیری. داشته سرمایه دوره بعد جنگ جهانی دوم میشه گفت به سلام متمرکز میشه تو اقتصاد جهانی، یعنی این سرمایه‌ای که دور بر داره میچرخه، گفتیم سرمایه مالی که دیگه شناور شده، دیگه وابسته به تولید نیست، وابسته به هیچ کشوری هم نیست، هجوم میبره تو حوزه تولید تکنولوژی. به تدریج این حالت پیدا میشه که کسانی در واقع تو این مونوپولیا، توی این به صدا رشد سرمایه داری برتری و چیرگی پیدا میکنن که انحصارات تکنولوژیکو دارن. و این دوره ایست که به اصطلاح موسوم میشه به دوره انقلاب تکنولوژیک مدافع. این روستولسکی تا اونجوری که من یادم اولین بار بود که اینو مطرح کرد و بعدم مندل این رو خوب میشکافه. یعنی دوره ایست که شما دیگه نمیتونی صحبت کنی از انقلاب صنعتی اول و دوم و سوم. خیلی جالبه شما برید تو تاریخ ببینید بعض انقلاب اول و دوم و سوم، حالا چهارم هم یه عده میگم، اون چهارم یه ذره قلابی، بعد از اون دیگه انقلاب صنعتی پنجم چی شد، انقلاب صنعتی ششم چی شد،
دلیلی که دیگه اینو نمیگیم اینه که دیگه نمیشه اینطوری گفت، برای اینکه این انقلاب دائمی شده، یعنی در واقع هر سال انقلابی در صنعت داره صورت میگیره. شما نگاه کنید توی مثلا همه 20 سال اخیر ببینید تغییر و تحولات تکنولوژیک تولید سرمایه‌داری چقدر رفته، به کجاها رسیده. این پدیده جدید خب قبلا تو تئوری‌های به اصطلاح امپریالیستی که تا حالا توضیح دادیم هیچ پیش‌بینی نشده، هیچ دیده نشده، هیچ تشریح نشده و چه اثراتی میذارن بررسی نشده. این نقطه کلیدیست که ما باید بشستیم برای دوره چهار، دوره بعد از به اصطلاح جنگ جهانی دوم. این باعث چی میشه این تغییرات؟ باعث این میشه که دیگه حالا رابطه اصلی، اگر توی دوره اول رابطه اصلیه تو اقتصاد جهانی بین پیشرفته ها و عقب افتاده غارت، ببین ثروت رو از اینجا غارت کنی بیار اینجا، طلا نقره هر چی که اینا جمع کردن توی چند سال اونجا رو بکشونی اینا. دوره دوم تو فروش کالاهات بود به اینا و از بین بردن تولید کننده های مستقل توی این کشور. دوره سوم صدور سرمایه بود، یعنی رابطه اول غارت بود، دوم صدور کالاهای مصرفی بود، سوم صدور سرمایه است. تو این دوره رابطه اصلی میشه صدور وسایل تولید به جای سرمایه خالص. ببینیم اونجا خود سرمایه گذاری کنی باید وسایل تولید رو بفروشی به اینا. یه راه به صدا جذب وسایل تولیدی که اضافه هم باش کردی میشه فروشش به کشورهای عقب افتاده، چون بحران اشباع انباش دیگه بحران اشباع انباش مثلا کفش و جوراب و فلان نیست، بلکه بحران اشباع انباش وسایل تولیده، یعنی وسایل تولیده که اضافه تولید میشه، چون این تکنولوژی هی در رقابت، هر کسی باید بیاره تکنولوژی جدید بیاره، قبل از اینکه تکنولوژی قبلی اصلا از بین بره دیگه بلا استفاده میشه، تاش میمونه رو دستشون. همینجور توی این رقابت، یعنی عملا بخوایم خیلی ساده بیان کنیم، یعنی اینا کارخونه ای تولید میکنن بدون که بشه ازش استفاده کرد، یعنی وسایل تولید ای اضافه تولید کردن به خاطر رقابت برای سود اضافه در حوزه انحصارات تکنولوژی. این پدیده دیگه باعث میشه رابطه کشورهایی که نقدن سرمایه‌داری شدن با کشورهایی که سرمایه‌داری نشدن توی دنیا تغییر کنه. دیگه اینا به جایی که بخوام برن سرمایه داخلی رو بزنن تو سرش که مبادا رقیب این بشه در سرمایه گذاری اینا تو مواد خام، حالا به خاطر این وسایل تولید بفروشی خودت باید بری سرمایه دار ایجاد کنی اونجا که اینا رو بتونی بهش بفروشی. وسایل تولیدی که من و شما که نمیدونیم بخریم، باید سرمایه دار بخره که در تولید به کار ببره. در این دوره بعد جنگ جهانی دوم ما میبینیم یعنی کشورهای مثل سرمایه‌داری پیشرفته رابطهشون با دنیای سوم با کشورهای عقب افتاده در واقع این میشه که تشویق کنن رشد سرمایه‌داری تو این کشورها با برنامه‌ریزی از بالا، با مداخله دولت، دولت با کمک به اصطلاح بانک جهانی اعتبارات بیارن و شرایطی رو فراهم کنن که این وسایل تولید بتونه خریداری بشه توسط این به اصطلاح سرمایه دارای بومی. یعنی از صفر سرمایه دار ایجاد میکنن یه ضرب، بدون که حالا از انباشت اولیه بره به تولید کالای ساده، بره به مانوفاکتور، بره به صنعت، یه ضرب صنعت رو میبره میذاره اونجا. و این پدیده کاملا ساختار اقتصاد جهانی رو تغییر میده. یعنی دیگه نمیشه گفت ما یه سری کشورها داریم فقط تولید کننده مواد خام، یه سری کشورهای سرمایه داری داریم که مثلا الو بله میکنن، بلکه الان ما این تلاش رو میبینیم برای اینکه همه جای دنیا رو سرمایه داری کردن، برای همه جای دنیا رو تشویق کردن. به جایی که ببینی سرمایه خارجی میره تو این کشورها میزن تو سر سرمایه بومی، جوینت ونچر میبینی، یعنی همکاری میبینی، یعنی سرمایه خارجی میره داخل با سرمایه داخلی شریک میشه ولی میتونه این کارخونه رو وارد کنن این تولید اونجا را بندازه و به تدریج
تقسیم کار جهانی کاملا تغییر میکنه. یعنی به جای اینکه ما شاهد این باشیم که یه بخشی از دنیا فقط مواد خام تولید میکنه و یه بخش دیگه بقیه کالاها رو تولید میکنه، به تدریج میبینی کالاهای مصرفی تولیدش میره تو کشورهای عقب افتاده. یعنی کشورهای عقب افتاده به تدریج میتونن تو بازار جهانی در تولید کالاهای مصرفی یه سهمی پیدا کنن، چون این دیگه سودآور نیست برای خود غرب. برای کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری سود اضافه تو تولید تکنولوژیه، تو تولید وسایل مصرفی نیست. وسایل نه که تولید نمیشه، ولی اون جایی نیست که سرمایه مالی هجوم توش میبره. بنابراین براش مسئله نیست که کشورهای عقب افتاده اینو تولید کنن. در اقتصاد جهانی به تدریج یه تقسیم کار جدید شکل میگیره، اونم اینه که سرمایه خارجی در واقع اولا صادر نمیشه به کشورهای عقب افتاده، بلکه وسایل تولید حالا صادر میشه. ثانیا سرمایه در واقع تو خود کشورهای متروپول صادر میشه به خاطر این انگیزه انحصارات تکنولوژیک. سرمایه مالی میره تو اون جایی که تکنولوژی پیشرفته است برای اینکه بگیره بتونه این رقابت. خب اینم تو خود کشورهای سرمایه‌داری عمدتا دیگه. تازه شما نگاه میکنید دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا مثلا بگیم سالهای دهه 70، بخش عمده سرمایه صادراتی، هنوز ما اینو داریم، هنوز این انحصارات رو داریم، سود اضافه میگیرن، این سود اضافه رو نمیتونن دوباره سرمایه گذاری کنن، در نتیجه سرمایه اضافی. این سرمایه اضافی حالا کجا میره؟ میره تو تولید تکنولوژی، تو خودش. در نتیجه سرمایه بین همدیگه میره. یعنی دیگه تو این دوره ما نمیبینیم مثلا سرمایه خارجی حالا بخواد بره دنیا رو بگیره، بره این کشور رو بگیره، بره اون کشور رو بگیره، ولی وسایل تولید صادره. در ضمن هم بگم تو این مراحل مختلف به این معنا نیست که مثلا غارت از بین رفته یا از بین بردن تولید کننده مستقیم، اینا همه ادامه داره، یا سرکوف زدن به سرمایه‌داری داخلی از بین رفته و به اصطلاح ایجاد یه لایه‌ای از بورژوازی که همکار شما باشه از بین، اینا هنوز هست، متأ یه چیز جدید هم بهش اضافه میشه، اونم اینه که در واقع اینا میشن تولید کننده وسایل مصرفی با تکنولوژی وارداتی از سرمایه‌داری پیشرفته تر. خب این تکنولوژی خب همیشه عقب افتاده تره دیگه، برای اینکه تکنولوژی دست دومه همیشه، برای اینکه سرمایه‌داری جهانی انباشت اضافه میکنه توی تولید وسایل تولید، عقب افتاده ها رو آب میکنه تو دنیا، خب اون پیشرفته ترش رو خودش نگه میداره دیگه، اونم نمیده به کسی، چون میگم انحصار تکنولوژیک داشتنه که منبع سود اصلی شده. بنابراین این کشورهای عقب افتاده حالا به اصطلاح صنعتی میشن، ولی صنعتی شدنی که عقب افتاده است از همه اولش، با تکنولوژی دست دوم، با تکنولوژی به اصطلاح وابسته به تکنولوژی پیشرفته غربی، و غربی نمیده هر تکنولوژیشو، سرمایه داری نمیده، چون اونجا چون انحصار در این تکنولوژی داشتنی که منبع سوده و میده نمیده دست هر کسی بده. به همین خاطر تو این دوره ما میبینیم اقتصاد جهانی وارد فاز میشه که کشورهای عقب افتاده حالا شروع میکنن از بالا توسط مداخله دولت سرمایه داری شدن و تولید کالای مصرفی با این تکنولوژی وارداتی. این فاز چهارمی که توضیح دادم که با تمرکز رو تولید تکنولوژی، وسایل تولید و نگهداری از انحصار اینها بعد از جنگ جهانی دوم شروع میشه، در بگیم دهه 70 دهه 80 به این طرف به تدریج حتی تبدیل شده به یه نوع تقسیم کار جدید در دنیا. اونم تقسیم کاری است که در واقع کشورهای عقب افتاده تر سرمایه داری وسایل مصرفی بازار جهانی رو هم تولید میکنن،
دانش صرفا سرمایه و تکنولوژی وسایل تولید خارجی نیست که رفته تو کشورهای عقب افتاده که کالاهای مصرفی برای بازار داخلی تولید کنه، بلکه حالا برای بازار جهانی تولید میکنه. مثلا چین، هندوستان، برزیل، یه سری از این کشورهایی که به هر حال به یه دلایلی شرایطشو داشتن، الان شدن تولید کننده های عمده وسایل مصرفی در بازار جهانی. یعنی بازار جهانی امروزه دیگه اصلا مثل بازار جهانی دوره لنین نیست، دوره بسا قبلی نیست، دوره ایست که این تقسیم کار کاملا بسا عوض شده در مقیاس بین المللی. هنوز انحصار تکنولوژیک در دست متروپول هاست، ولی کشورهای عقب افتاده، نه همشون، خیلی هاشون سرمایه داری شدن و حتی تو بازار جهانی الان دارن کالای مصرفی میفروشن و کالای مصرفیشون به اصطلاح سودآورتر هم هست از تولید کالای مصرفی تو کشورهای متروپول. بنابراین میتونن هم رقابت کنن. همینجوری که میبینیم الان شما نگاه کنین چین همه جای دنیا رو گرفته در تولید کالای مصرفی. عملا کسی با چین نمیتونه رقابت کنه به این معنی. بنابراین اصلا فاز به صدا سرمایه داری جهانی توی این دوره جدید وارد یه مرحله خیلی خاصی شده. اونم اینه که به تدریج میتونیم بگیم در مقیاس بین المللی یه نهادها، یه ساختارهای شکل گرفته که این سرمایه داری جهانی رو ازش حفاظت کنه و نگه داره و نذاره به اصطلاح مشکلاتی بر بخوره. یعنی همین جوری که در هر کشوری مکین سرمایه روش میکنه به تدریج دولت بورژوا پیدا میشه که از این حفاظت کنه، در مقیاس جهانی هم همونطور که سرمایه روش کرده دولت که نمیتونه شکل بگیره، در چارچوب سرمایه داری که نمیتونه دولت جهانی داشته باشیم، ولی اشکالی از اون شکل گرفته. یعنی ما الان در مقیاس بین المللی در واقع میتونیم صحبت کنیم از سرمایه داری جهانی. یعنی اون حرفی که من زدم که اگر مارکس زنده بود الان وجه تولید سرمایه داری رو از اول به عنوان یه وجه تولید جهانی توضیح میداد، هرچند که گفته این حرف را، نمیگم نگفته، ولی الان اگه میوش خیلی دقیق تر این رو میتونست فرموله کنه و بیان کنه. امروز واقعا وارد این فاز ما شدیم. یعنی ما یه چیزی داریم به اسم اقتصاد جهانی سرمایه‌داری با یه سری نهادهای بین‌المللی که اینها در واقع کنترل میکنن این اقتصاد جهانی، اینا مواظب این اقتصاد جهانی، یعنی اینا با به اصطلاح این یه شکلی که یه دولت بورژوا مداخله میکنه تو تولید برای حفاظت از منافع سرمایه‌داری، اینها مداخله میکنن در سطح جهانی برای حفاظت از این وجه تولید سرمایه‌داری جهان. ما وارد همچین مرحله ای شدیم در واقع از دهه 70 80 به این طرف دیگه. هنوز هم به نظر من این فاز تغییر، هنوز ما تو این فاز پنجمی هستیم، یعنی این فازی که داره در واقع ساختارهای جهانی این وجه تولید سرمایه داری شکل میگیره و هنوز به اصطلاح کاملا برجسته نشده این پدیده، ولی این در حال شکل گیری. حالا اینو بعد برمیگردم میشه. این به نظر من اون روشی است که ما باید برخورد کنیم با مسئله امپریالیسم. الان که بخوایم بشینیم راجع به امپریالیسم صحبت کنیم، باید این مراحل رو در نظر بگیریم و تغییراتی که توی مراحل پیدا شدن. چون می‌بینیم دقیقاً یه عده زیادی که راجع به امپریالیسم بعد از جنگ جهانی دوم نوشتن، این نکات رو نفهمیدن. مثلا باران و سوئیزی کسایی هستن که شروع کردن بحث مونوپولی کپیتال، دوران سرمایه‌داری انحصاری است و از این دیگه اون برتر نرفتن. یعنی همین مفهوم انحصارات امپریالیسم لنین رو در واقع تا به امروز حفظ کردن. یعنی فکر کنم با همین مفهوم میشه به این ساختارهای اقتصاد جهانی رو توضیح داد. یعنی در نظر نمیگیرن این تغییر و تحولاتی رو که رخ داده، به این معنا که تو خود بازار جهانی الان منبع سود اصلی انحصار تکنولوژیکه،
برای اونایی که این سود اضافه رو میگیرن دیگه مهم نیست حالا سرمایه داری عقب افتاده، حتی بازار جهانی وسایل تولید رو بگیره، وسایل مصرفی رو بگیره انحصارش دستش. این تغییرات رو نمیبینم. به همین خاطر به خیلی از مشکلات برخورد. هرچند میشه گفت به اصطلاح باران و سوئیزی در توضیح اینکه این انحصارات در رقابت با بخش غیر انحصاری چه تأثیر مخربی دارن خیلی کارهای دقیقی کردن، خیلی کارهای بسیار دیتیل جزئیاتش وارد شدن، خیلی ازش میشه استفاده کرد. و چارچوب کلی بحث غلطه، به خاطر اینکه شروع نکرده از این وضعیت واقعیتی که تغییر کرده، واقعیتی که هی در حال تغییر و تحول بوده. و خود بسیار تئوری های اینها تو دوره بعد جنگ جهانی دوم میگم هرچند خیلی کمک میکنه به فهم امپریالیسم، یعنی چیزایی رو که لنین و بوخارین و اینا نتونستن توضیح بدن باران و سوئیزی خیلی بهتر توضیح دادن، برای اینکه خب این انحصارات خیلی پیشرفته تر شدن، خیلی پدیده خیلی واقعی تر شده. ولی در واقع همین چیزایی که اینا توضیح میدن، همون موقعی که دارن توضیح میدن، خود سرمایه‌داری جهانی از این جلوتر رفته. یعنی میگم این رشد انحصارات تکنولوژیک بلافاصله از دل خود جنگ شروع میشه و بعد از جنگ حسابی گسترش پیدا میکنه. و اینجا به اصطلاح سه جور تئوری بعدش پیدا میشه توی مثلا مارکسیستا، که به صدا یکیش به نظر من خیلی جالبه، دو تاش خیلی اشکال داره. یکیش این تئوری های مثلا وابستگیه، تئوری هایی که در واقع میخوان بگن که ما یه سری کشورهای وابسته داریم، یه سری کشورهای به صدا پیشرفته که کنترل میکنن، اینا رو وابسته نگه میدارن. این مفهوم وابستگی، مفهوم وابستگی واقعیتش اینه که زیاد کمکی به چیزی نمیکنه، چون وابستگی تا اونجایی که دولت‌های مستعمراتی هست خب خیلی مشخصه چیه. یه کشور خارجی اومده عوامل خودش رو گذاشته اونجا برای اینکه این مملکت رو کنترل کنه. الانی که دیگه اینطوری نیستش که الان شما وابستگی مثلا فرض کن انگلیس به آمریکا خیلی بیشتر وابسته است تا فرض کنید ایران به آمریکا. بلژیک الان خیلی وابسته تره تا فرض کنین چی؟ یعنی این وابستگی که مفهومش از دست داده در رابطه با بعضی از کشورها هنوز صدق میکنه، ولی خب جهانی که شما نگاه کنین تئوریای وابستگی دیگه نمیتونه توضیح بده. یا تئوریای عقب افتادگی، تئوریایی که اصلا اینی که امپریالیسم سرمایه‌داری جهانی یه نقشه‌ای در کله داره که سه جاها رو عقب افتاده نگه داره، نذاره اینا پیشرفت کنن. اینا مثلا تیپ تزای اون اولی تیپ تزای آندری گوندر فرانک و این مثل سمیرامین عملا میگه مثلا امپریالیسم نمیخواد کشورهای عربی پیشرفته بشن. یعنی اینی که یه نیروی اونجا آگاه نشسته، سرمایه داره اینکه میتونه این نقشه ها رو بکشه. سرمایه داره میبینیم هرج و مرجه در تولید میبینیم، هر کی میره کار خودش رو میکنه، نتیجهش این چیزا میشه. شما بر اساس اینکه نرخ سود کجا بالا، سرمایه چرا میره اونجا، بعد بفهمی چرا میره اونجا، نه بر اساس اینکه کسی نقشه کشیده که سرمایه بره اونجا سرمایه بره اینجا. سرمایه داره قادر به این کارا نیست. و این تئوری‌های عقب افتادگی هم به نظر من دیگه توضیح نمیده، برای اینکه شما نگاه کنین همه یه سری از کشورهای عقب افتاده قبلی بسیار هم پیشرفته شدن، خیلی فرق کردن با قدیم. میگیم مثلا برزیل، هندوستان الان بزرگترین تولید کننده فولاد دنیاست. یعنی در خیلی از به اصطلاح محصولات مصرفی چین گفتم هیچ کی اصلا نمیتونه باش رقابت بکنه. درست نمیگم الان کشورها پیشرفته شدن، منظور من این نیست، ولی میگم اون تز عقب افتادگی نمیتونه این پدیده رو توضیح بده. این تزی که امپریالیسم یعنی اینکه یه متروپول داریم، یه کشورهای عقب افتاده داریم و این دائم همینجوری اینا اونو کنترل میکنن که اینا عقب افتاده نگه دارن، میگم با همین شکلی مثلا سمیرامین توضیح میده که عین این که یه عده اونجا نشستن آگاهانه میگن نباید بذاریم عربا مثلا پیشرفت کنن. در صورتی که مثلا
امارات چیه؟ پس شما برین در امارات میرین سرمایه یه جایی که باید بره خب میره دیگه، رفته خیلی هم پیشرفته شده، کجاش عقب افتاده؟ یا مثلا گفتم نمونه‌هایی در کشورهای عقب، کره، نمیدونم تایلند، این کشورهایی که تو این دوره و از جنگ جهانی دوم اینطور پیشرفت صنعتی کردن، پس شما چجوری میخوای توضیح بدید؟ این وقت چجوری توضیح میدن؟ میگن آها اینا هم مثلا اغماره همونه. خب این یعنی اگه اغمار میتونه مثلا 20 تا کشور بشه اغمار یک کشور دیگه، پس برای بازم اون تز عقب افتاده دیگه توضیح نمیده دیگه، نمیتونه ماجراها رو توضیح بده. به هر حال به نظر من این تزای وابستگی و تزای عقب افتادگی یه مقدار در واقع عقبتر میره حتی از تئوری لنین به نظر من. با اینکه خود تئوری لنین گفتم تو همونجا اشاره میکنه به اینکه اولیگارشی های مالی بین المللی هم شکل میگیرن، یعنی همدستی بین بعضی از این سرمایه مالی کشورهای مشخص با هم در مقیاس جهانی همون موقع شکل گرفته. یعنی همون موقعش توی بازار جهانی ما اولیگارشی های بین المللی داریم یا چند ملیتی داریم که این پدیده خیلی هم به اصطلاح بیشتر رشد کرده تو دوره بعد جنگ جهانی دوم، به این معنا که الان ما خیلی مثلا در سرمایه اروپایی که کاملا در هم ادغام شده، سرمایه آمریکایی و انگلیسی و اروپایی خیلی جا در هم ادغام شده، الان شما سرمایه چینی ببین داره خیلی ادغام میشه با سرمایه، یعنی این ادغام سرمایه ها و چند ملیتی شدن سرمایه داری در واقع خیلی پیشرفت کرده از دوره جنگ جهانی دوم تا الان. و هیچ کدوم این تئوری ها نمیتونه این رو توضیح بده، به خاطر میگم این استدلال غلطه. اساسا اقتصاد جهانی رو هنوز درست نفهمیدن، یعنی هنوز درست این مراحل رو نشستن بررسی کرده. و به همین خاطر به نظر من این تز نتونسته جواب بده دیگه تو این دوره اخیر، هر جا هم که استفاده شده نتایج به نظر من بسیار خیلی مضحکی به بار آورده، به این معنا که مثلا این تز عقب افتادگی و وابستگی همه توجیه سیاسی بودن برای اینکه مثلا ما یه اشکال به قول به صلاح معروف قدیم راه رشد غیر سرمایه داری، یعنی ما میتونیم در یه شرایطی اصلا برای که از این عقب افتادگی نجات پیدا کنیم، حالا به سوسیالیسم نه، حداقل یه کاری بکنیم که یه راه رشدی پیدا کنیم که از این عقب افتادگی خودمون بتونیم خلاص بدیم، بورژوازی و می همه با هم بشینیم به صدا یه راه رشد جدید پیدا کنیم، یعنی یه شکلی به صدا تحمیق طبقات پایین برای اینکه بیفتن دنبال بورژوازی خودشون با این بهانه که ما داریم راه رشد غیر سرمایه داری میریم، راه رشد جدید میریم. این پدیده ریشش در همین، در نفهمیدن تغییراتی که در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد شده. و به نظر من باز همونطور که گفتم خیلی از پدیده ها رو ما نمیتونیم با نفهمیدن این توضیح بدیم. مثلا برای ما خود ما ایرانی ها، من قبلا تو بحث سرمایه‌داری ایرانی رو گفته بودم یه جایی، ولی همین نفهمیدن این که اصلا انقلاب ما دلیلش چی بود، ریشش در همین نفهمیدن همین مفاهیمی است که من توضیح دادم. برای اینکه اشتباه ما در چپ ایران در چی بود؟ در اینکه انقلاب سفید رو نفهمیدیم. انقلاب سفید خودش ریشش در همین نیازی بود که گفتم سرمایه‌داری جهانی داشت به صدور وسایل تولید، برای اینکه بتونه این وسایل تولید رو آب کنه باید سرمایه‌داری ایجاد کنه، بنابراین باید یه سری رفرم‌های بکنه که بتونه این سرمایه‌داری رو ایجاد کنه. این رفرم‌ها یه سری رفرم‌های زیرساختی بود، جاده بکشی، برق رو درست کنی، این کارا رو که بانک سرمایه‌داری بتونه رشد کنه، یه مقدار ایجاد اون منابع مالی بود، بانک اعتبار جهانی، بانک اعتبارات صنعتی، این تیپ چیز مؤسسات رو ساختن بانک کمک کنه به این سرمایه بومی، بعدم شریک خارجی پیدا کنی که بری وسایل مصرفی رو در داخل این کشورها تولید کنی. خب برای این کار در واقع چیزی شبیه انقلاب سفید لازم داری. چرا؟ چون باید روستایی ها را از زمین بکنی، برای اینکه طبقه کارگر باید از اونجا بیاد دیگه، باید به صلاح همون کاری رو که فرض کنیم مثلا تو انگلستان با
تصرف اراضی مشترک کردن، یعنی این تولید کننده های خرد یه اراضی مشترک بود، این تو میرفتن چیز جمع میکردن، چیز استفاده هایی میکردن، اینا رو همه رو گرفتن، اینا رو تصاحب کردن، خب اینا ورشکست شدن، همه مجبور شدن تیک زمین هم ول کنن برن کارگر بشن. این کار تو ایران ما با اصلاحات ارضی کردیم، یعنی 40% از جمعیت وابسته به زمین رو اینجوری از زمین اون دوره آزاد شدن که اینا برن تو شهرها برای اینکه چیز بکنن، در واقع کارگر بشن. این پدیده رو دقیقاً دلیلی که ما نفهمیدیم به خاطر اینکه فاز چهارم سرمایه‌داری جهانی رو نفهمیده بودن که این تغییرات در سرمایه‌داری جهانی به چه دلیل داره رخ میده. و با اینکه مثلا بین ماها این بحث بود که بابا داره به هر حال یه سری کارخونجات شکل گرفته، یه سری صنایع اومده، بحث این نه خب این صنایع قلابی، این صنایع مثلا مونتاژه، بله درسته قلابی، بلکه وابسته است از نظر تکنولوژی، یعنی نمیتونه به اصطلاح یه چیز به اصطلاح عالی باشه برای اون جامعه، ولی به هر حال یعنی روابط سرمایه‌داری رو گسترش داده. برای همین صنایع مونتاژ پرولتاری ها لازم داره دیگه، طبقه کارگر لازم داره، همین صنایع مونتاژ سرمایه باید متمرکز کنه. یعنی این دوتا پدیده شکل‌گیری یه جریان و به اصطلاح طبقه جدید سرمایه‌دار تو این کشورهای عقب افتاده و شکل‌گیری طبقه کارگر به عنوان یه طبقه مهم تو این کشورهای عقب افتاده، مال این دوره بعد از جنگ جهانی دومه، مال این دوره است که در واقع صدور وسایل تولید عمده میشه تو دنیا. و یکی از دلایلی که ما انقلاب سفید رو نفهمیدیم دقیقا همین، و این تو خیلی از جای دیگه دنیا هم اتفاق افتاده. و تغییراتی که این ایجاد کرده، یه جنبش من بگم که خیلی مهمه به نظر من، اونم اینه که این نوع رشد صنعتی، این نوع رشد سرمایه‌داری، گفت این همونی که غارت اولیه که جلوی انباشت اولیه تو کشور عقب افتاده گرفت، همین نوع رشد صنعتی هم در واقع جلوی صنعتی شدن رو داره میگیره به یه معنای. چجوری بگم این رو؟ به این معنا که سرمایه‌داری خب موقعی که در غرب مثلا دهقانا رو از زمین میکند تبدیل به طبقه کارگر میکرد، خب در حال رشد بود، در حال گسترش بود، در چه هر چیزی که میکن میتونستم جذب کنه، یعنی واقعا اون تولید کننده مستقلی که از وسایل تولیدش جدا میکرد خب جذب کارخونه ها میشدن، کارخونه ها در حال گسترش. در این کشورهای عقب افتاده اینطوری نیست، چون این به اصطلاح تکنولوژی خودش عقب افتاده است و چون به اصطلاح بازارش محدوده، چون گفتیم تو تولید سرمایه‌داری به خاطر که بتونه باز گسترده خودش رو تکرار کنه باید بخش وسایل تولید هم داشته باشه، اگر مبادله بین این دو تا بخش صورت نگیره خب اون اقتصاد نمیتونه آنچنان پیشرفت بکنه، همیشه محدوده به مصرف، به مقدار مصرف. بنابراین این پدیده باعث چی میشه توی تمام کشورهای عقب افتاده؟ باعث پیدایش پدیده ای میشه که ما امروزه به اسم تهیدستهای شهری میشناسیم. تو تمام این کشورهای عقب افتاده که این نوع رشد سرمایه‌داری صورت گرفته، حالا ما پدیده تهیدستهای شهری رو هم داریم. یعنی تو هر شهری که شما برین تو این کشورها دور و برش مثلا 10% جمعیت اون شهر در واقع بدبخت و بیچاره تو حلبی آبادا زندگی میکنن و اینو همه جا میبینی، یعنی یه پدیده منحصر به ایران نیست، برزیل میبینی، آرژانتین میبینی، هندوستان میبینی، هر جایی که شما بری میبینی. تو چین حالا کمتر میبینی، تو چین چون شکل دولتش یه مقدار متفاوته، یه مقدار کنترل بسه چی میگن مینیموم های به اصطلاح اجتماعی رو به هر حال اونا باید رعایت کنن و از یه لحاظایی خب یه ذره فرق داره مثلا فرض کنید با هندوستان یا ایران، ولی اونجا هم عیناً همین پدیده هست. یعنی حتی چین هم که این همه بسه از همه اینا جلوتر رفته توی این مسائل نتونسته این پدیده رو از بین ببره. این یه جنبه است که پیدا شده، یعنی برگردم به اون تز رشد ناموزون و مرکب، میبینید چجوری آوردن تکنولوژی
سرمایه داری کردن حالا دیگه این دیگه نمیخواد تو رو عقب افتاده نگرده، تو خوش داری تکنولوژی هم بهت میده که وسایل تولید تولید وسایل مصرفی تولید کنی، تازه بهت اجازه میده وسایل مصرفی تو بازار جهانی بیاری بفروشی. یعنی شرایط سرمایه داری جهانی اینطوری شد. علی رغم این در واقع داره فقیر و فقرای بیشتری رو هم تولید میکنه، یعنی داره یه بخشی از جمعیت رو از وسایل تولید میکنه و نمیتونه هم جذب کنه. یعنی دائم داره این لایه تهی دست شهری رو گنده تر و گنده تر و گنده تر میکنه. تو مقیاس جهانی ما نگاه کنیم یکی از پدیده های مهم شده و در واقع این پدیده نه تنها تو کشورهای عقب افتاده، حالا تو خودی کشورهای پیش رفته هم شروع کرده پیدا شدن. یعنی تو خود آمریکا شما ببینید دقیقا ما همین پدیده رو داریم، پدیده ای که میلیون ها نفر آدم جذب تولید نمیتونن بشن ابدا، و اینکه نیست این رشد نداره که اونایی که میکنه جذب بکنه. این پدیده تو این دستای شهری به نظر من یکی از مسائل مهمی است که تو تزای سر امپریالیسم ما امروزه باید بریم سرش تمرکز کنیم، و به خصوص ما تو ایران با این تجربه که از ایران داریم میفهمیم چقدر اهمیت این پدیده مهمه. یه جنبه دیگه ای که باید به اصطلاح تاکید گذاشت روش، تغییر و تحولاتی که تو سرمایه‌داری جهانی پیدا شده، به نظر من این پدیده چیزه، پدیده تغییر به اصطلاح شکل طبقه کارگر. طبقه کارگر به خاطر که تولید کالای مصرفی حالا رفته تو کشورهای عقب افتاده سرمایه‌داری و کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری دیگه اصلا زیاد علاقه‌ای ندارن، سرمایه اینجا علاقه‌ای نداره به تولید کالای مصرفی، به همین خاطر طبقه کارگر عمدتاً رشدش در کشورهای عقب افتاده بوده تا در کشورهای پیشرفته. در کشورهای پیشرفته طبقه کارگر به معنای کوچیک‌تر شده، در کشورهای عقب افتاده به معنای طبقه کارگر گنده‌تر شده، و این تغییر در ساختار طبقه کارگر جهانی خب مهمه، به خاطر که در این کشورهای عقب افتاده سنت کارگری، سنت مبارزه، این سنت‌ها ضعیف‌تره و دولت‌های این کشورها استبدادی‌تر و به صدا خیلی به صدا قدرتمندترن به نسبت مثلا فرض کنید قرن 18 و قرن 19، مثلا دولت اون موقع انگلستان یا مثلا اسپانیا به نسبت به صدا طبقات زیر دست. یعنی این تسلط روی طبقه کارگر به این دلیل به نظر من تو این دوره خیلی بیشتر شده، و یه دلیل فروکشی که ما میبینیم تو مبارزات جهانی کارگری به نظر من این تغییریست که ایجاد شده، چون مشکل دقیقا سازماندهی انترناسیونالیستی الان مهمترین پدیده شده و مشکلترین کار شده، چون نه تنها بین الملل ها از بین رفتن و نهادهای بین المللی حتی کارگری از بین رفتن، بلکه اصولا طبقه کارگری که سنت مبارزه رو داشته الان خیلی ضعیف شده، طبقه کارگر اروپایی، یعنی قدرت سابق رو نداره، قدرت دوره مثلا اول قرن بیستم نداره دیگه. نگاه کنید شما دیگه الان سرمایه‌داری جهانی به حتی اشرافیت کارگری احتیاجی نداره، یعنی احتیاجی نداره دیگه باج بده به یه بخش از طبقه کارگر به خاطر اینا رو برای سیاست‌های کشورگشایی خودش نگه داره. عملا نگاه کنید الان آمریکا، انگلیس، فرانسه دیگه اونطوری نیست که بورژوازی باج بده، بورژوازی خیلی وقیح‌تر و خیلی وحشی‌تر هم شده. یعنی عملا دیگه این روزا بورژوازی میگه تو یا باید به من سود بیشتر بدی یا بعد من سرمایه هم برمیدارم میرم، یعنی سرمایه گذاری نمیکنم. یعنی عملا یه آنچنان قدرتی پیدا کرده بورژوازی در سطح جهانی که میتونه این کارو بکنه و احتیاجی نداره به باج دادن. عملا امروز صحبت از اشرافیت کارگری به نظر من بی‌معنا شد. این پدیده رو دیگه ما نمیتونیم ازش اونجوری مثل سابق استفاده کنیم. نکته دیگه این که همونطور که گفتم امروزه، یعنی بخوام به یه صورت ساده بگم، امروز تضاد عمده در سرمایه‌داری جهانی اینه که شما دولت‌های محلی داری و یه دولت جهانی لازم داری که نمیتونه شکل بگیره. اینه
مشکل اساسی سرمایه‌داری جهانی الان یه نهادهای بین‌المللی داری که به تدریج دارن کنترل اقتصاد جهانی رو در دست میگیرن، ولی باید از طریق دولت‌های محلی این کار رو بکنن. در چه منافع ملی اون بورژوازی در اون کشور واحد یه جوری باید خودش رو منطبق کنه با این منافع سرمایه‌داری جهانی. این تناقض شما همه جا می‌بینی. یعنی الان یه واکنشی که الان شما می‌بینین، این جنبش‌های پاپولیستی دست راستی که تو کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری داره شکل می‌گیره، در واقع واکنش به همین. چون به تدریج شما به یه جایی رسیدی که می‌بینی اصلا تو رو دولت خودت هم هیچ کنترلی نداری. اینی که نیروهای پشت پرده هستن که در واقع این دولت رو هم دارن می‌چرخونن. یعنی شما دولت آمریکا، دولت انگلیس رو بگیری، کلی نهادهای اون پشت پرده است که اصلا من و شما ازش خبر نداریم و اینا نشستن و یه سری از این کارهای بین‌المللیشون اون پشت دارن میکنن با هم دیگه. این اولیگارشی مالی بین‌المللی که لنین میگفت امروزی پدیده واقعا جدی و مهمه و به نظر من این تناقض بین دولت‌های ملی، دولت‌های به اصطلاح واحد و وجه تولید سرمایه‌داری جهانی که در حال شکل‌گیریه، عمده‌ترین به اصطلاح پدیده سیاسی است که ما می‌بینیم تو کشورهای دنیا. همه جا این وجود داره. الان شما دولت ایران رو نگاه کن، دولت چین رو نگاه کن، دولت نمی‌دونم انگلیس رو نگاه کن، دولت فرانسه رو نگاه کن، همه‌شون این پدیده رو دارن. یعنی یه بخشی از دولت میخواد همکاری کنه با این اولیگارشی‌های مالی بین‌المللی، با این نهادها و مناسباتی که برقرار شده در سطح بین‌المللی و تضاد داره و تناقض داره با دولت محلی، با دولت ملیش. این پدیده باعث چی میشه؟ باعث این شد که متاسفانه خیلی به صدا گرایش‌های انحرافی حتی شدیدتر شد در تحلیل از مارکسیسم، در تحلیل مارکسیستی از امپریالیسم. اونم اینه که به یه معنایی مثلا میگم خیلی از بسیار تئوریسین‌ها مارکسیست‌هایی که سعی توضیح بدن، خب فهمیدن حالا دیگه اینجوری نمیشه گفت که چون اون به اصطلاح عنصر پنجمی که لنین میگفت جنگ بین کشورها برای تقسیم مجدد دنیا، خب اون که ما دیگه ندیدیم دیگه، کجا رخ داده این؟ از جنگ جهانی دوم تا حالا ما همچین پدیده‌ای ندیدیم، کشورهای سرمایه‌داری با هم بجنگن بخاطر یه منطقه رو برن بگیرن، برای اینکه با هم شریکی رفتن گرفتن. این پدیده رو بخوام توضیح بدم حالا چی شده. حالا بحث این شده که آره امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا، این شکلی است که به اصطلاح ما وارد این بحث شدیم توی مارکسیسم در این دوره، که خب این هم درسته، چون همین این هم به یه معنی، چون خود دولت آمریکا هم دقیقا همین رو داره و همین مشکل رو داره. یعنی یه بخشیش داره اون پشت در سطح بین‌المللی کار رو میکنه، یه بخشیش داره به من و شما جواب میده در داخل اون مملکت. یعنی این تضاد و این تناقض رو گفتم همه جای این اقتصاد جهانی امروز ما میبینیم. یه پدیده داره شکل میگیره که نیاز داره به دولت جهانی و در چارچوب سرمایه‌داری نمیتونه دولت جهانی شکل بگیره. داشته سه نهادهای اصلا به کسی مسئول نیستن، مثلا بانک جهانی به کسی مسئول اصلا معلوم نیست. می کی هر یه دفعه یه آدمی میان این وسط میذارن میگن رئیسش اصلا. کلی از این نهادها ایجاد شده در سطح بین‌المللی که من و شما هیچ کنترلی روش نداریم، حتی بورژوازی خود مثلا این کشور روش کنترلی نداره و اینا ولی قدرتمندترین نیروان. بنابراین اینطوری هم دیگه شما نمیتونی توضیح بدی امپریالیسم به سرکردگی آمریکا، برای اینکه خود آمریکا هم اینطور باید با خیلی معامله کنه و بساز و به صلاح برای اینکه این نهاد بین المللی رو حفظ کنه. میبینیم آمریکا، درسته آمریکا به خاطر این قدرت اقتصادی و نظامی برتری که داشته تونسته خیلی نقش کلیدی تری در این بازی کنه، ولی این به این معنا نیستش که حالا آمریکا داره تلاش میکنه به صلاح برای اینکه مثلا بر انگلیس و فرانسه و همه اینا رو مثلا سرکوب کنه که خودش بشه مثلا رهبر. بله بحث برای هژمونی وجود داره،
اتفاق خیلی جالبه تو این دوره‌ای که ما با این پدیده سرمایه‌داری جهانی مواجه شدیم، بحث‌های گرامشی خیلی جالب شده، چون گرامشی بحث‌هایی که سر هژمونی کرده حالا به درد این بحث‌های سر روابط بین‌المللی می‌خوره. ما از اون تئوریایی که گرامشی داده سر اینکه چجوری بورژوازی هژمونی خودش رو ایجاد میکنه میتونیم استفاده کنیم برای اینکه بفهمیم این نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری چجوری دارن هژمونی خودشون رو بر دولت‌ها ایجاد میکنن. این به نظر من یکی از پدیده‌های جالبی است که داره شکل میگیره تو از نظر تئوریک تو بحث سر امپریالیسم، این رویکرد به مفهوم هژمونی و اینکه چجوری ها رو توی این ساختاره مثلا اولیگارشی های ملی مالی بین المللی هژمونی چجوری اعمال میشه، هژمونی ها چجوری کار میکنن و این نهاد داره، چون دولتی که وجود نداره اونجا که قدرت باشه، اینا باید با هم به یه شکل دیگه این روابط رو برقرار کنن. این به حساب دولت فراملی، این دولت فراملی به این شکل هژمونیک داره کار میکنه. این پدیده رو به نظر من تئوری‌های جدیدی که رفتن سر مسئله تئوری‌های گرامشی تا اندازه بهتر فهمیدم. مثلا یکی از اینا که شاید یکی از مثلا رهبرای این بحث باشه ویلیام رابینسونه. ویلیام رابینسون دیگه اصلا اعتقاد به این نداره که ما میتونیم صحبت کنیم از سرمایه انگلیسی، سرمایه آمریکایی، سرمایه فرانسوی که بگیم حالا مثلا امپریالیسم انگلیس، امپریالیسم فرانسه، امپریالیسم آمریکا، امپریالیسم به معنی این مرحله از رشد سرمایه‌داری، یعنی سرمایه‌داری جهانی، این سرمایه‌داری جهانی که توش تازه باید اینا رقابت کنن برای کسب هژمونی و اینم دائم در حال تغییر و تحول. مثلا شما به آمریکا نگاه کنید، آمریکا یه شکلی که این هژمونیشو میتونه حفظ کنه چیه؟ یکی کنترلش روی تسلیحات، یعنی از نظر نظامی هیچکی تمام دنیا کاری که میکنه، مخارجی که میذاره برای تسلیحات نظامی جمعش میشه مقداری که آمریکا میذاره و آمریکا از لحاظ دستگاه تکنولوژی نظامی از کسی قادر به رقابت باهاش نیست. این دوره که گفتیم انحصار تکنولوژیک عمده تر میشه، خب این انحصار تکنولوژیک تو تسلیحات نظامی خیلی برجسته تر میشه دیگه. تسلیحات نظامی خیلی کارا میکنه برای سرمایه داری، از یه طرف این انحصار تکنولوژیک رو قوی تر میکنه چون میری توی صنایع نظامی مخربی که خب میشه خیلی استفاده های برای قدرت اعمال کردن ازش کردی. دو، اون سرمایه اضافی که مونده رو دستت جذب میکنه و یه وسیله میشه که ما مواجه میشیم توی این دوره به صدا اخیر با مفهوم اقتصاد دائمی جنگی. این دوره ما میبینیم در جهان به صدای همچین پدیده شکل گرفت. خیلی از کشورها دقیقا این جزء به صدا مسائل مهمش میشد و این پدیده اقتصاد دائمی جنگی یکی از راههاییست که آمریکا هژمونی میخواد کسب کنه توی این چارچوبی که میگم یه دولت فراملی باید تشکیل بشه ولی نمیتونه تشکیل بشه در چارچوب سرمایه داری، درشون اون پشت مخفیانه باید تشکیل بشه با این نهادهای بین المللی و مقررات بین المللی و به صلاح World Trade Organization، گفتم تمام این چیزهایی که توی دوره اخیر اینا ساختن میبینید. این خب یه وسیله که آمریکا هژمونیش حفظ میکنه این انحصار بسیار تسلیحات نظامی است که داره. دو، آمریکا سرمایه آمریکایی و سرمایه داری آمریکا هژمونیش از طریق هژمونی که روی مواد خام و مواد انرژی از قبل داشته، این را این کنترل هم خیلی ازش حفاظت می‌کنه. یعنی با اینکه می‌گیم سرمایه داری، مسئله‌اش این نیست که سرمایه صادر کنه مواد خام، ولی کنترل روی تولید انرژی دنیا خیلی مهمه الان برای این، چون تو از اون تسلیحات نظامی استفاده کنی بگی منم که میتونم این رو برای کل این سرمایه‌داری جهانی حفظ کنم. یه راهی که هژمونیش رو به انگلیس و فرانسه و
ایتالیا و آلمان تحمیل میکنه دقیقا اینه، گفته آقا جان تنها کسی که دولت بین المللی که نمیتونیم داشته باشیم، ولی من میتونم از منافع شماها حراست کنم به خاطر این کنترلی که دارم. سه هم کنترلی رو منابع مالی داره، یعنی شما سرمایه مالی جهانی رو که ببینی سهم سرمایه مالی آمریکا اصلا قابل مقایسه نیست هنوز با بقیه، یعنی کنترلی که رو نهادهای بین المللی مالی داره آمریکا خب بهش کمک میکنه به این هژمون، ولی باز نمیتونیم بگیم به اصطلاح رقابت بین امپریالیستی وجود داره. وجود داره، هر سرمایه‌داری همیشه با هم رقیبه، ولی این پدیده سرمایه‌داری جهانی که اون بالا سر داره شکل میگیره هی گنده‌تر و گنده‌تر و گنده‌تر داره میشه به نظرم. یعنی امروزه دیگه ما یه شبه دولت امپریالیستی در دنیا داریم، اگه بخوام خیلی ساده این رو بیان بکنم. یعنی اون تئوری امپریالیستی لنین، مرحله رشد سرمایه‌داری، این دوره انحطاط سرمایه‌داری حالا به اینجا رسیده که نه تنها مناسبات دوره ما بعد خودش رو برداشته ازش سوء استفاده میکنه، بلکه چون سوسیالیسمه که دولت جهانی لازم داره، در واقع داره حتی شکل دولت بعدی رو هم ازش سوء استفاده میکنه برای حفظ و نجات خودش. به همین دلیلی که حالا این وسط یه تزایی مثل هاروی، تزای نو امپریالیزم، تزایی که در واقع عملا اینو بازگشته مثلا به دوره ما قبل لنین، یعنی این که مثلا یه سیاست های حالا نظامی هست اینا رو جداشو بگیریم مثلا خوب میشه، مثلا اگر سرمایه‌داری جهانی مثلا این کارا رو نکنه خوب میشه، یعنی نمیفهمه که این دوره دوره در واقع کل انحطاط وجه تولید سرمایه‌داری، یا هنوز صحبت همینطوری که گفتم هنوز صحبت میکنیم از منافع ملی انگلیس. چیه منافع ملی انگلیس؟ یعنی بورژوازی انگلیس رو جدی میگم، منافع ملی چی میتونه باشه؟ چه منافع ملی داره؟ آره این بخشش داره، بخش عقب افتادش، بخش پیشرفته‌تاش منافع به این گفت مللی داره، منافع ملی دیگه نداره. بخش به صدا پیشرفته ترش اون پشت داره معاملاتش رو میکنه توی این اولیگارشی مالی بین المللی، رقابت ها اون توه، رقابت ها اینجا نیست. این یکی از پدیده‌هایی است که به نظر من تو دوره آینده نمونهش الان تو آمریکا می‌بینیم دیگه، ماجرای ترامپ و ماجرای کلینتون، یعنی یه واکنشه به این پدیده‌ای که این دولت داره اون پشت سر معاملات می‌کنه، ما مثلا خبر نداریم چرا می‌کنه، برای اینکه برای سرمایه‌داری که مهم نیست مثلا 20 میلیون تو آمریکا از گرسنگی بمیرن، یعنی پدیده دیگه براش مهم نیست، برای اینکه داره کارش جای دیگه می‌کنه. یعنی شما نگاه کنین اتفاقا امپریالیزم حالا به جون مردم مملکت خودش افتاده، یعنی فقط این نیستش که داریم به اصطلاح کنترل اقتصاد جهانی رو در دست میگیره، در داخل کشور خودش دقیقا همین کارهایی رو داره میکنه که در سطح جهانی داره میکنه، و این به اصطلاح به نظر من دوره جدیدیست که هستیم. یعنی اینجا ما باید بریم رو مفاهیم اقتصاد جهانی و سرمایه‌داری جهانی برای اینکه این رو بفهمیم، و این کارهاییست که تازه شروع شده به نظرم، در مارکسیزم تازه شروع شده کار سر اینا کردن، تک و توکی هستن، با انگشتای دست میتونی بشموری آدمهایی که نشستن سر این مسائل بسیار کار کردن و شروع کردن فکر کردن. این اون حوزه‌ایست که من فکر کنم تو دوره آینده این تئوری سرمایه‌داری جهانی میتونه تکامل پیدا کنه و به اصطلاح جنبه به اصطلاح انطباقش با واقعیت خیلی دقیق تر بشه. بنابراین رابطه عمده‌ای که ما باید نگاه کنیم بهش از نظر بین‌المللی، برای اینکه نشون بدیم کی به عقب رونده میشه، کی به جلو داره میره توی این اقتصاد جهانی از نظر زاویه سرمایه‌داری، به نظر من رابطه مبادله بین این کشورهاست در بازار جهانی. اونم اینجا به نظر من یه تزی که خیلی دقیق بود و مؤثر بود و
دهه 70-80 به اصطلاح مطرح شد، تز به اصطلاح مبادله نابرابر آرگیری ایمانوئل به اصطلاح این تز میاد، یک کتابی اصلا به همین اسم نوشته. اونم اینه که در اقتصاد جدید یک مسئله زور و غارت و اینا دزدی رو بذار کنار، مبادله برابر در بازار جهانی بشه، هیچکم به هیچکی زور نگی، من جنسم میبرم تو بازار جهانی، شما میرید تو بازار جهانی، هیچکم به هیچکی زور نگی، به صرف این که یکیش با باراوری کار پایینتر تولید شده، یکیش با باراوری کار بالاتر تولید شده، ارزش از این یکی منتقل میشه به اون یکی، ارزش از اون جایی که باراوری کار پایینتره منتقل میشه به اون جایی که باراوری کار بالاتره. عین این پدیده ای میمونه که تو رقابت آزاد تو بین سرمایه‌دارا وجود داره، یعنی من اگه بتونم مخارج تولیدم پایین ببرم، تو بازار میتونم ارزش اضافه رو از اون بخشی که مخارج تولیدش بیشتره بکشونم طرف خودم، با اینکه من جنسمو میتونم بالای ارزشش بفروشم، اون باید جنسش رو زیر ارزشش بفروشه. یعنی فرضاً اگر این میز در مثلا ایران تولیدش 8 ساعت طول میکشه، در انگلستان 1 ساعت طول میکشه، خب من این دوتا رو ببرم با هم به عنوان معادل در بازار جهانی، یعنی من 7 ساعت ارزش از دست دادم به انگلیسی. یعنی تز آرگیری ایمانوئل به نظر من از این لحاظ خیلی جالب و متاسفانه باز زیاد کار سرش نشده، بعد دقیق‌تر تو جزئیات این زیاد کسی نرفته. یعنی تزی که بر اساسش ما باید این روابط نابرابری رو در اقتصاد جهانی توضیح بدیم، الان مسئله سطوح مختلف باراوری کار، اون جایی که باراوری کارش کمتره در واقع ارزشاشو داره منتقل، یعنی هی دائم تو بازار جهانی به نسبت داره فقیرتر میشه، چون یعنی میبینیش تو علا رغم همه این پیشرفت، علا رغم رشد سرمایه‌داری در سطح جهانی، نابرابری نه تنها کم شده بیشتر هم شده در سطح مقیاس جهانی، فرق بین خیلی فرق بالا بالایی ها با فرق پایین پایین ها هی بیشتر و بیشتر شد. به همین خاطره که حتی مبادله برابر در بازار جهانی در واقع نابرابره، به خاطر که باراوری کار کمتر با باراوری کار بیشتر داره مبادله میشه. کشورهای عقب افتاده سرمایه‌داری باراوری کارشون عمدتاً کمتره، بنابراین دارن ضرر میبینن تو همین مبادله به اصطلاح برابر در بازار جهان، بدون که حتی هیچ زور و فشار و وابستگی و نمیدونم این تیپ مفاهیم رو بخوایم استفاده کنیم. یعنی سرمایه‌داری، برگردم به اون صحبت اولم، اساساً در ذاتش ایجاد نابرابری هست. یعنی اصلا سرمایه‌داری یعنی، یعنی از همون اول پیدایشش همه چی رو قطبی میکنه، یه در رو میرونه به عقب، یه در رو میرونه به جلو، اینجوری نیست که همه رو با هم میبره مثلا به بهشت بری، اینطوری نیست سرمایه‌داری در حتی هر کشور، چه برسه در مقیاس جهانی. بنابراین در مقیاس جهانی این نابرابری رو دائم تشدید خواهد کرد و بدون اینکه شما بتونی از این شر روابط سرمایه‌داری خلاص بشی، یعنی بدون اینکه بتونی فراتر بری از این روابط سرمایه‌داری، خب نمیتونی با این بجنگی. یعنی نمیتونی آدم رو برداری عوض کنی، دولت رو برداری عوض کنی، فکر کنی چیزی تغییر میکنه، مگه اینکه روابط سرمایه‌داری رو ازش بیای بیرون. اگر در چارچوب روابط سرمایه‌داری ببونی، این نابرابری تشدید خواهد شد، این بدبختی به نسبت خوشبختی اونور بیشتر و بیشتر خواهد شد. این به نظر من حالا پس بنابراین بخوام به صدا چی میگن جمع‌بندی خلاصه‌ای بکنم، امروزه ما باید به دنیا اینجوری نگاه کنیم، ما یه وجه تولید سرمایه‌داری جهانی داریم، این وجه تولید سرمایه‌داری جهانی و دولتی اون پشت نیست که داره نگهش میداره، یه سری نهادهای بین المللی ایجاد شده که اینا در واقع از دولتهای ملی عملا مستقل شدن و در داخل دولتهای ملی جناهای وابسته به خودشون رو ایجاد کردن،
به یه کاری کردن که عملا این دولت‌های ملی نمیتونن فراتر از این تصمیمات مشتری قدمی بردارن، بخوانن بردارن نمیتونن. شما ببینید یه کنترل اینا رو اینا دارن و شکلی که مبادله در این بازار سرمایه‌داری جهانی صورت میگیره بر اساس مبادله نابرابره، چون داریم از برابری‌های کار سطوح مختلف صحبت میکنیم. این اون شکلیست که ما بعد امروز سرمایه‌داری جهانی رو بریم سعی کنیم درکش کنیم و بفهمیم چی. به همین خاطرم تو این دوره، تو این دوره‌ای که این یه شکلی این دولت فراملی شکل گرفته، منتها بدون اینکه شکل بگیره، یه شکل روابطی که بر اساس مبارزه برای کسب هژمونی در واقع داره این خودش رو میچرخونه، این شکل استراتژی انقلابی رو هم کاملا تغییر داده. یعنی دیگه اینطوری نیست که شما فکر کنی من در ایران انقلاب میکنم بعد برای اینکه این انقلاب پیروز بشه بعد گسترش پیدا کنی این انقلاب. انقلاب اگه منزوی ببینه خب شکست میکنه دیگه، چون سوسیالیسم به هر حال یه پدیده‌ایست و در سطح جهانی شکل بگیره، کنترل روی این وسایل تولید و در سطح جهانی شکل بگیره، حتی دوره قبلیش. این دوره این دیگه اصلا کاملا مسلم شده. یعنی شما بدون این که بتونی نهادهای بین المللی رو واژگون کنی محاله بتونی در این کشورش غلطی بکنی. یعنی نمیتونی دیگه اصلا با مفهوم انقلاب ملی شروع کنی. یعنی از اول استراتژی انقلابی باید استراتژی انقلاب جهانی باشه، حزب انقلابی که میسازی حزب انقلاب جهانی باشه. یعنی پدیده انقلاب جهانی حالا خیلی برجسته تر شده به نظر من. یعنی همبستگی بین المللی و ایجاد استراتژی انقلابی بین المللی الان کلید حل قضیه است به نظر من. دلیل بیچارگی چپ هم همینه که هنوز ما تو چارچوب این ملی گیر کردیم در رابطه با مبارزات انقلابی. هرچه بیشتر الان باید رفت به طرف سازمان دادن این نوع جنبش ها، این نوع همبستگی ها، این نوع به اصطلاح روابط در سطح بین المللی در طبقات ضد سرمایه داری. و دقیقا ما اینو میبینیم بدون اینکه چپ دقیقا به این نتیجه برسه، خود به خود از دل مبارزه داره میاد بیرون. شما نگاه کنید مبارزات ضد سرمایه‌داری تو مصر، تو آمریکا، تو فرانسه خیلی شبیه هم دارن میشن همشون. خیلی مثلا همبستگی بین خودشونو میفهمن. از طریق به اصطلاح این سوشال نتورک ها میبینید چجوری با همدیگه همکاری هم میکنن. در فقدان یه حزب انقلاب جهانی، در فقدان اون چیزی ما قبلا بهش میگفتیم بین الملل. به نظر من بین الملل ساختن یعنی که ما هر کدوم داریم جزئی از اون حزب انقلاب جهانی رو میسازیم. اینطوری که بسازیم بریم جلو، این نتیجهش میتونه بشه یه بین الملل انقلابی. این الان تنها راه به نظر من جلو رفتن نیروهای سوسیالیستی. اگر در سطح جهانی شروع نکنن از اول بنیاد این حزب انقلاب جهانی رو نسازن، تو 50 سال دیگه هم وضعیت رو داریم که الان داریم. یعنی نیرویی نیستیم در مقابل اینا، برای اینکه اینا اصلا بردن خارج از حوزه دولت ملی قدرت اصلی رو. قدرت اصلی که تو باش به جنگی دیگه تو انگلیس فرانسه نیست که من باش به جنگم، پشت پرده است. اون پشت خود حتی این دولت انگلیسش کنترلی روش نداره، چه برسه که حالا طبقه کارگر انگلیس بخواد روی اون کنترل بذاره. بنابراین به نظر من اتفاقا یه بگه مشکلی مبارزه سوسیالیستی هم همین شده که تو تا از اول در سطح جهانی سازمان ندی اصلا نمیتونی مقابله کنی با این نیرو، نمیتونی مقابله کنی با این بچه تولید جهانی. الان دورانی شده که استراتژی انقلاب جهانی هم یه واقعیت جدیدی پیدا کرده که زمان مارکس و لنین و غیره به این کنکرتی نبود. مارکس هم مطرح میکنه که انقلاب باید در چندین کشور باشه، ولی برمیگرد بخواد محلی ببونه برمیگردیم به همون کسابات سابق. لنین هم اشاره کرده به اینکه انقلاب باید جهانی بشه. تروسکی هم اشاره کرده به اینکه انقلاب باید جهانی بشه.
ولی دارن یه واقعیتی رو میگن که امروز خیلی برجسته تر شده. امروز اساسا باید بگی بدون انقلاب جهانی چیزی نمیشه. یعنی از اول استراتژی من ایرانی و تو انگلیسی و تو فرانسوی هم باید این استراتژی انقلاب جهانی باشه. یعنی از اول اون حزبی هم که میسازی باید بنیادش استراتژی انقلاب جهانی باشه، یه برنامه انقلاب جهانی باشه. دیگه نمیتونی در اون سطح به شکل گذشته کار کنی. به همین خاطر خیلی دشوارتر هم شده. ما داریم در یه دوره چی میگن؟ در یه دوران فطرتی به سر میبریم. یه دورانی که دوره قبلی از بین رفته، دوره جدید هم هنوز کامل شکل نگرفته و ما این وسط گیر کردیم. یعنی اون احزاب ملی دیگه جوابگو نیستن، احزاب بین المللی هم شکل نگرفتن، برای ما این وسط گیر کردیم. این دوره خب خود بورژوازی هم این وسط گیر کرده. خود بورژوازی هم میبینید این تناقض بین دولت‌های ملی و این نهادهای بین المللی. و این نهادهای بین المللی قدرتش رو اگه شما می‌خواید به اصطلاح بسنجین، نگاه کنین با مقابله با بحران 2008. به نظرم بحران 2008 نشون داد اینا قشنگ نشستن با هم برنامه ریختن، تنظیم کردن، یعنی میتونن با بحرانشون هم به صورت برنامه ریزی شده مداخله کنن الان در سطح بین المللی. یعنی نه که سرمایه داری میتونی اینجوری بحرانش رو حل کنه، ولی مدیریت بحران هم بین المللی شده الان. مدیریت بحران‌های سرمایه‌داری هم بین‌المللی شد. اینا پدیده‌های جدیدی است که ما باید بهش جواب بدیم و هنوز نداره. هنوز مارکسیسم جواب‌های کامل به اینا نداده به نظر من و نداره. و مشکل اساسی این دوران ما هم اینه که بتونیم اینا رو دراریم، این برنامه رو دراریم از به اصطلاح مارکسیست‌های مختلف دنیا، به اصطلاح بشینیم سر این چیزا باید کار کنیم. الان میگم شروع شده، نوشته های کتاب های هست، مثلا همین پدیده مقوله وجه تولید جهانی ما باید سرمایه داری رو ببینیم، این بحث ها مطرح شده. اینی که یه نهادهای فرا ملی داره شکل میگیره که اینا کنترل اقتصاد جهانی رو دارن پشت پرده انجام میدن، بحثاش را افتاده. از زاویه استراتژی انقلابی نه هنوز، از زاویه برنامه انقلابی نه هنوز، ولی خب اونم نتیجه منطقی این تحلیل ها اون باید باشه دیگه. و اینی که هنوز شکل نگرفته، ولی میگم جهتش باید این باشه. جهت باید این باشه که ما از اول بخوام خیلی ساده بیان کنم، من الان میخوام برم حزب انقلابی بسازم، باید از اول حزب انقلاب جهانی بسازم. یعنی با این مفهوم شروع کنم. من نمیخوام بیام با شما ایرانی حزب کمونیست ایران رو بسازم. از همون اول اون حزب کمونیست ایران هم که میسازم، اون اصل اولش باید باشه انقلاب جهانی. اون بند اول برنامهش باید باشه انقلاب جهانی. بدون این نمیتونیم جلو بریم. این به نظر من جهتی است که شاید ما مارکسیستا چپ بسا سوسیالیستا باید تو دوره آینده فکر کنیم سرش.